خب بسم الله بگیم دیگه. اصلا اصلاح فلوی سرسیلنده اون برای آب همه از بالا شروع میکنن توی ایران متاسفانه همه هم کنیم. پورت سرسیلنده تو با شکل اینتیک منیفولد باید مچ بکنید. اون که خیلی جالبه قشن دور تا دورش جا باز شد. وللونگا ایش تو نکنم اسمش الان یادم. اولین ماشینی که دتاماسو زده سرچ بکنید. و اگر اطمینان داریم به تیونر بردین پیش اون تیونر پس دیگه اطمینان دارین دیگه. از همون تیونر باید این سوالاتونو بپرسید و اصلا میدونن چی دارم میگم دارن حاسم اولین ماشین که اینو بذار توی این بذار بالا سر همین اولین ماشین تایم نورورگینگ اون موقعی که هوندای تو نورورگینگ نبود مگان اومد و تایم دف شد. سلام علیکم، خوش اومدین به کانال شینیگامی سنتر. احسن سلام علیکم، حال شما چطوره؟ سلام، یه مدت نبودیم، اومدیم با قسمت پنجم موتوکست بعد از این وقفه خیلی طولانی. یه مدت نبودیم الان دوباره برگشتیم، سعی کردیم که با ولاگا تو کانال یوتیوبمون در جریانتون بذاریم دیگه همه کارهایی که کردیم تو این چند وقت. سعی کنم تو کانال یوتیوب بذاریم، تو اینستاگرام بذاریم، از با استوریا بودیم دیگه. سال نوتون مبارک باشه راستی بچه ها، سال نوتون مبارک باشه. سال نو شما 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 هم که باشه دوربین مبارک باشه. اصلا اولی موتوکست سال 1401 رو داریم، بعد یه سری ایده‌های باحال داریم. موتوکست رو ما به صورت پادکست هم می‌ذاریم، حالا تو پلتفرم احتمالاً کست باکس می‌ذاریم و گوگل پادکست. ولی اگر پلتفرم ایرانی هم بود، من الان زیاد آشنایی ندارم هنوز، چون این مدتی نبودیم، نمی‌دونم یه سری چیزا اومده احتمالاً. فایل صوتیش هم اونجا می‌ذاریم غیر از قسمت ریاکشن ویدیو. خب طبیعتاً نمیشه گذاشت ریاکشن ویدیو رو حذف میکنیم، ولی خب فایل صوتیشو به صورت پادکست هم میذاریم، میتونید گوش کنید. ممنون میشیم که حمایت کنید ما رو از همه پلتفرم‌ها، اگر از هر کدوم از پلتفرمی که این راحتین دیگه. اگر هم ترجیحتون رو پلتفرم خاصی هست که ما فایل صوتی رو بذاریم، حالا پیشنهاد بدین. حالا هم یه سری جا هستیم که میشه پادکست بذاریم، مثلا ساند کلاد اینا هم فکر میکنم بشه بودش. آره ساند کلاد فکر کنم میشه، کست باکس، بعد گوگل پادکست دیگه. چی پادکست دیگه؟ آهنگایی هم که پایین با بچه ها میخونیم و سعی میکنیم ما آینده تو رادیو جوان اینو بزنیم، حمایت کنید. این همون میکروفون هست که گفتیم گرفتیم اولین بار داریم توی این ویدیوکست، توی این موتوکست شرفتون تو ویدیوکست هست، توی این موتوکست استفاده میکنیم. و اینکه این دیگه صافی بنزین هست جلوش نذاشتیم دو میز مونده. آره یه صافی هم جدا هم داره. اینه چه خبرها؟ خبرهای کارگو که قطعا دارید میبینید ولاگو رو دیگه. تو امروزی که اینجاییم، موتور گالانته که تعمیر موتور شده و خراب شده بود، یعنی واسه جای دیگه، اون تموم شد. ماشین موتور هم روغن، موتور روغن گیرمکسش هم ریختیم، آماده استارت زدنه. سرانزا هم که یه فیتینگ میخواستیم برای فشار روغن، برای کاهش فشار روغن، اونم انجام شد و تو ولاگا ببینید دیگه. ساختیم و حالا می‌ذاریم دیگه. آره اونو ساختیم، حالا اونم نصب می‌کنیم، اونم در حال استارت زدن. سیویک پمپ بنزینش نیم سوز شد متاسفانه. و چند سالم کار کرد دیگه، یعنی حالا آره 4 سالی کار کرد، بعد از 5 4 5 سال کار کرد. دستش درد نکنه به هر حال. دستش بد نبود. البته یه ذره مشکل و چیز خورده بودیم، مشکل برقی خورده بود ماشین، خیلی صدای پمپ زیاد شد و فکر میکنم اون موقع آسیب خورد این پمپ بنزین. احسن بریم آقا سراغ موتوکست. چه خبر ها؟ سلامتی. احسن بعد خبر که زیاد باید باشه. سر خبر ها اومده بود ما گلچین ها چه جدا کردیم خبر بگیم ببینیم چه خبر خیلی وقته چی شده. آره خیلی وقت نبودیم. الان داغاش که از سردترینش بریم، جی ام ای تی سی او سه اومد. خیلی وقت پیش قبل اید میخواستیم بگیم. آره جی ام ای تی سی او سه اومد. والا من بیشتر باش حال کردم تا اون تی پنجه، ولی شاید در نهایت بشه گفتش که ورژن عادی ترشه که تیراژ بیشتری میزنه و خیلی فوکس روی ترک و اینا نداره، بیشتر فاز شهری داره. اون فنه رو نداره، قیافش هم جلوش رو که کلن یه شکل دیگه کردن، ولی خب جلوش تی پنجه من از هم قشنگ تر بود. عقبش باز شبیه همونه، فنه رو نداره دیگه.
چیز جالبی بود. طراحیش هم که فاز ماشینه. آها خیلی شبیه چیزه. دتوماسو وللونگا اگه اشتباه نکنم اسمش الان یادم. اولین ماشینی که دتوماسو زده. سرچ بکنید. یه زدم فاز چیزو داد به من. یاماها OX90. آره فازو داره، فاز پورشه 904 رو داره یکم. آفرین. آره. خیلی ماشین آره، فاز ماشین در 60 تا خودش گفت. یه ذره ضعیف‌تره کلا، کمتر آره. این دور می‌خوره ولی همون انجین روشه. انگار آره. خیلی چیزاش تغییر کرده ولی قطعا بیس انجین چند از تو چقدر ترکه. پلتفرمش که مطمئن بودم که گفت عوض کلا گفتش انگار یعنی فاز کمپانی ما اینه که هر چیزی که می‌زنیم همه رو بهینه‌ترین حالت واسه اون ماشین زدیم، یعنی قطعی از چیز دیگه ور نداشته یا مثلا همون تی 50 رو ور نداشته ارزان‌تر کرده باشه. یه اصطلاحی حالا خودش انگلیسی میگفت بیسپوک همه چی، حالا نمیدونم دقیقاً ترجمهش چی میشه. ببین این الان 100 تا دونه کلا قراردادش تولید چه، وزنش 1100 کیلوه، یه ذره ازش سنگین تره یکم از اون یکی. آره تیراژش هم بالاه دیگه، تیراژش 100 تا شو هم 100 تا اونم 100 تا آره اونم همین بوده. 100 تا قرارداد تولید چه کات بشه یا نه مثلا سالی 100 تا میشه؟ آره کات بشه. موتورش هم 3.9 V12 کازبورت که 615 است، 451 نیوتن متر، 11100 تا هم دور میخوره. اون 12100 تا دور میخورد. 615 هم نبود، اون 600 و فکر کنم 560 هست بود. یه ذره ورژن لایت تری شه دیگه. شاید حالا مثلا گشتاور دور پایینش بهتر باشه این. شاید آره شما ممکنه. تیراژ NSX سال پیش یادته؟ 200 متوسط. چیزو میگی تایپ اس رو میگی؟ آره 100 تا بود. تایپ اس قرار 300 تا کلا تولید شه ازش که 100 خوب. این دقیقاً این موضوع من اشاره کردم که در جریان باشیم، مثلا هوندایی که این هر پروداکشن داره میسازه، یعنی ماشین خاصش باز تیراژش محدوده، یعنی این 100 تا هم عدد آره، به نسبت کمی اصلا نیست. آره اصلا تیراژ بالایی. آره یعنی خوبه منطقی. آره ما دوست داریم که حتی تیراژ بیشتر بشه ولی اصلا بد نیست. از اون وقت NSX قطعا همشون هم همون اول پیش فروش شدن دیگه. آره دیگه تو بخری یاد نشو که احتمالا مانی خوشبین میخواد باز دو چیو استایپ اسو نه اینو آره احتمال زیاد احتمالش هست که این نخره احمق به نظر من است. ببخشید البته این ماشین قطعا قیمتش صدها برابر هم ده. چند قیمت بود؟ چند قیمت گذاشته بود؟ 1.9 میلیون پوند. خیلی گرونه ولی ماشین بعدی امتری ریداکسه. میشناسی؟ بله. برات فرستاده بودم. خیلی ماشین خوشگله باحاله. یه کمپانی به نام ریداکس به اصطلاح ریمستر کرده انگار امتریو. یه سری امتریای ایسی حالا سلامت رو میخره و یه سری تغییرات انجام میده. مثلا 911 سینگر که این کارو کرده یا لانچیا دلتا اینتگرال هم یه کمپانی اومده و دقیقاً همین کارو کرده. کار جالبیه، رستومات بهش میگن، الان چند سال خیلی باحال. یه توضیح هم در مورد موتورش بده. موتورش همون موتور S14 BC02 حالا یا BC05 بستگی داره چه امتی. بعید میدونم امتی. یه دونه 35 گذاشته. 3.5 نه 2.5 لیترش میکنن، استروکش میکنن مثل شبیه استیج موتور DTM 300 است و اتمسفریک تولید میکنه که خب خیلی توان زیادی. یه دونهشو اگه اشتباه نکنم واسه یه مشتری توربو کرده بودن. ولی بقیه تیراژش همه اتمسفریکه. بعد کل ادوات بدنه کربن میشه، حالا آپشنال در رو میتونه مالک انتخاب کنه کربن بشه، سقف نمیدونم کاپوت در. در مورد قیمتش هم اطلاع داری؟ قیمتش والا نه ولی قطعا خیلی چیز گرونیه. ماشین بعدی مازداتی MC20 که اومده در واقع جایگزین MC12 قرار بود بشه دیگه. خیلی ماشین خوشگلیه به نظرم. بعد نیست پشتش خیلی خوب، ماشین خوشگلیه. موتورش هم 3 لیتریه V6 تو این تو شبیه احتمالاً خیلی شبیه آلفا رومو جولیا باشه دیگه. شما اون 2.9 آره بعد موتور توین اسپارک بعد چیزم داره CVCC داره فریچمبرینگ ایگنیشن داره. موتورش هم آدرای سامپ هم هست تو این کلاچ و گیر بوکس و موتور وسط و فلان و 630 پی اس هم توان تولید میکنه. سوپر اسپورت ها کم کم دیگه دارن میرن سمت موتورهای 6 سیلند، انگار دیگه همه چی داره هج پایین و توربو و تعداد سیلندر رو داری کم میشون. قبلا چون که مثلا ماشین های فرمول 1 V12 بودن V10 بودن بعد میمدن اون کمپانه میگفتن ما با تکنولوژی فرمول 1 اومدیم مثلا این درست کردیم و الان فرمول 1 خودشون V6 شدن اتوانا چند وقت دیگه همه باید V6 بشن. اون ماشین AMG هم بود دیگه وان چی بود اسمش اون اصلا کلن هایبرید و سیستم موتور و همه چیش عین فرمول 1 انگار که میگفتن
مایلج خیلی پایینی هم کار میکنه، موتور رو باید باز کنید خیلی سر. در مورد این موتوری که خودشون دارن استفاده میکنن، من یه چیزی در مورد NSX جدید داشتم میخوندم، نمیدونم گفتم یا نه، یه بار NSX که الان اتاق NC1 C35 چیه کدش؟ کد موتورش C نیست، J فکر میکنم، فکر میکنم، مطمئن نیستم چیه کد موتورش، ولی یا احتمالا C نیست، ولی این موتوری که C نه، انگار نمیدونم J و همچه JC نمیدونم، نمیدونم حالا بعدن را میذاریم. این موتورش همون توی مسابقه، توی مسابقه گروپ 1 دیگه میشه فکر کنم جی تی 1 در واقع میشه دیگه، NSX داره شرکت میکنه، جی تی 3 هم وامیسته. آره تو فیا که داره مسابقه میده، تنها ماشینی که تو سال 2021 یا 2020 یا 2021 بود نمیدونم، که بلوک و موتور دقیقاً همون موتوریه که داره استفاده میکنه توی همون ماشین، فقط هوندا بود که این کارو کرده بود. اینش خیلی جالبه، اینکه ماشین اصلا جذابی نیست ولی موتورش هنوزم اون رسم و رسومای ژاپنی‌ها رو داره که یه موتور قوی، موتور جوندار. الان خب قوانین خب خیلی ریلکس تر شده دیگه، مثلا هیچ کمپانی دلیل نمی‌بینه که موتور شهریشو بیاره تو مسابقات استفاده بکنه. آره ولی اینا دارن این کارو میکنن، دقیقا هم موتور شهری، هم مزیت داره، تو آمریکا داره تولید میشه، تو اوهایو داره تولید میشه، سیویک تایپ ها هم انگار همونجا جمع میکردن. قبلا تو چیز بود، آره قبلا تو انگلیس بود موتوراش، FKA تو انگار تو اوهایو، تو همون پلنت انگار چیز میکنن. آره ولی فکر کنم FKA هم تو انگلیس بود، از یه سالی بعد رفت رو توی اسم خوبم سوینگتون هم چی کارخونه از EP3 شروع شد که تو انگلیس اسمبل کردن، آخرین ماشینم که زدن. آره دیگه EP3 و حالا سیویک های بعدی، اینه جالبه دوباره از همونجا ایمپورت میکنن، ژاپن هم میفروختن دیگه. آره چون بالاخره ارزونتر از ژاپن براشون تمام میشد. ماشین خبر بعدی، یارو چیزه رو دیدیم خیلی گذشت ازش دیگه، ولی اون موتور بی سریزه بود که ترکید، ها همه چیز شده بود. این برای بچه های PFI پرفورمنس، حالا PFI اسپید در واقع کانال یوتیوبش رو میتونید ببینید، اینا میان چیکار میکنن، فیلمش هم هست که چه اتفاقی میفته توی اون سر لانچ. نست شده بود بلوک ماشین. آره بلوک وسط نست شده، بلوک بی سریز، و اینکه یه سری ها مثلا بچه های ایرانی ها، بچه های گروه ها مثل گروه ها مثلا به خنده داشتن یه سه چیزا میگفتن، یه ذره تحقیق کن دماز بفهمی چه اتفاق میفته. این هم بوشه تره. این چیز شده مثل اینکه ویسکیت رو عوض کرده بودن، بعد ویسکیت مثل اینکه همون لحظه قفل میکنه، مپ سنسورشون 80 PSI نشون میده ماکسیمم، ولی بالا ولی خطی شده بود، یعنی دیگه نمیدونن تا چند PSI، یعنی بالا 80 PSI دیگه خبر نمیدونن، نمیدونستن مثلا نمیشه 80 PSI، در صورتی که احتمال خیلی بیشتر بود و اینکه بلوک هم فقط مثل اینکه بلاک گارد هم داشته یا اونم نداشته، خیلی بلوک فابریک بوده، بعد بوش هم مثل اینکه نداشته، انگار همون بوش خودش بوده، ولی بلوک یهو نشته واشر میده نشون میده کجا، از بین سیلندرش میکنه واشر زدن و همون بوش وارد میشه، همون لحظه سر لانچ این اتفاق میفته، تو همون لحظه اول بلوک از وسط باش میخوره میترکه، بلوک خیلی جالبه قشنگ دور تا دورش جا باز شده. یه مثال هم براتون بزنم که مثلا رد دیمن هم که جزئی از تایم داراست و نه تایم دار مطلق، اونم مثلا بوست متوسطش کلن حدود حالا در سالیان مختلف و استیج مختلف حدود 70-80 PSI، یعنی یه بوستیه که تقریبا پیک در واقع کلاسی هستش که در واقع شاسی باید همون شاسی فابریک ماشین باشه، ولی حالا شما تیون داری، حتی توربوت باز طبق قوانین سایز داره، مثلا تا فلان میلیمتر توربوت میتونی استفاده کنی و غیره، یعنی بوستی که PFI داشته تو اون موتور استفاده میکرده یه بوست کاملا سنگین بوده و با قول شما دوستان که اون پشت وایسادین بوست قهرمانی بوده، تارگتش 50 بوده. آره تارگتش 50 بوده ولی 80 که میرسه، یعنی 80 در واقع بوستی که مثلا تو ردیمن بوده، ردیمن موتورش 460 است و در واقع DSM آره دیگه DSM و... آره اکلیپس، خیلی هاتون میسویشی وازا میدونن دیگه اکلیپس، حالا دو تا ریل سوخت داره، از تایم داره کلاس خودشه، فور ویل ماشین الان نمیدونم چند اسبه ولی اولان تا 1600 اسبم بود،
بلوکش هم رسید به فکر میکنم این اواخر بلوک بیلت، ولی دقیقاً الان دیتا امروزش رو اگه نمیشه. ماشین PFI میخواست واسه 80 PSI ستاپ کنم میتونست، یعنی آره شدن میتونست. ما بلوکای فورد پیستون هم دادیم که اصلا بلوکای هوندا دیگه بیلت شده در واقع دارن استفاده میکنن. تایم دارم هست دیگه الان سیویک فور ویلی دادیم که 7.2 یا 7.3 زده باشه، حالا یادم نیست، ولی تایمای خوب روی هوندا هم داریم با بلوک بیلت. ولی خب پی اف آی استیج اسپورت لزوما بلوک چدن نمیخواد واسه 80 نه اصلا این کلا طرز تفکر ربطی نداره، یعنی باید فکر کنین چه استیجی همون موتور پیاده. بعد چیز بوده دیگه الان تایم هم زدن، تایم توربو دو دفعه کی سریز مثلا اینکه زدن آوردن رو 790. آره 790 تایم دو دفعه هم تایم چیزام که رفت رو 7.1 اگه شده. آره 7.1.2 آره اون دو دفعه بود اسپید فکتوری فور کام تایم زد بکنم دو دفعه بود دو دفعه بود اونگه ترکیت تصادف کرد به فنر رفت ماشین یه دو دفعه رو اومدن تایم زدن 7.1 اگه اشتباه بود. آره 7.1.2 دو دفعه کردن سیویکا تایما رو بای دیفالت کم کم حساب حساب. آره ولی عملا با ردیمن حالا رقابت خیلی خوبی دارن، چون ردیمن هم دوباره تایم زد فور کام 7 یا یعنی یه هفته بعد از این که من تایم سی وی کرده خوندم که 7.1.2 انگار دوباره ردیمن تایم اونو زد، این باز دوباره سیخ کرد واسه اون تو مسابقه ورلد کاپ. آره آره خیلی تنگاتنگ دارم اینا، حالا چون دنده این یه مقدار لیمیت میشن سیخ جوجه رو سیخ کرد. چیز دیگه آره اینا داگ باکس هم نیست گیر بوکسشون، اینا گیر بوکسشون اش پترن، همون اش پترن فاب یعنی سکونشیال هم نیست. آره اینا گیر بوکسشون چیزن اش پترن با اینا همون DSM زیر این تایم هم داریم، ولی خب گیر بوکس اتومات آمریکایی روشه دیگه. این تقریبا نهایت کلاس هاییه که خیلی ماشین شبیه به حالتیه که خیلی از سیستم ها مشابه ماشینه که داخل شهر سوار میشیم، ربطی به هم نداره ولی خیلی شبیه. آره. شاسی فابریک ویلی بار ندارن، گیر بوکس ها باید اش پترن باشه. آره. توربو محدودیت وزن دارن اصلا محدودیت وزن داری. البته ردیمن فکر میکنم تو کلاس بندی محدوده توربو داره ردیمن هم داره، ردیمن هم داره SFWD بود قبلا. آره. SFWD که خیلی لیمیته فکر کنم 76 میلیمتر توربوشون نمیتونم بزرگ کنم. آره. SFWD دیگه نیستن اونا که چیز شدن دیگه اومدن بیرون SFWD فکر کنم اومد بیرون پشده پرونده SFWD هم بس بس ما پرونده ها بسته شده پرونده بولو که اون بعدم مثل اینجا خوب پرونده میبنده هونده هم که بالاخره بلوکاش ترکید و پرونده بعدی رو هم ببندیم و دیگه. ماشین بعدی تویوتا یه کار جالب داره میکنه، جی آر کورولا اومد زد، دقیقا همون جی آر یاریسه موتور سه سیلندره ولی پلتفرم کورولا شده، قیافش زن فضایی خشن هیجانی طرحش زده به نظر زود از مود میفته، در صورتی که کاری که دقیقا هوندا داره برعکسش رو انجام میده، سیویکو براش یه ذره طرحش رو به اصطلاح خامه‌ای‌تر کرده ذره از اون وضع FK8 هیجانش کمتره ولی به نظر خیلی موندگارتر میشه. از طرحی چینی دوباره اومد طرحی ژاپنی، موتورش هم سه سیلندر توربو قوی‌ترین موتور سه سیلندر آره. پروداکشنه به جز اون کونیگزگه دیگه کونیگزگه ولی نمیدونم اون پروداکشن حساب نکردن اون خیلی موتور گیمرا دیگه. آره. و فکر کنم 270 است 1.6 خیلی چیز جا موتور سه سیلندر انگار داره جواب میده، یعنی خیلی جواب که دارن میرن به سمتش اونا هم ناچار. یه لیتری زده سه سیلندر. آره کلا چندین سال همه دارن هزینه میکنن که برن سه سیلندر. جالبه ولی ماشین دو دفعه، ولی اینکه مثلا پلتفرم میدونی ما عادت کردیم چون مثلا یه مدتی ماشینا مثلا با یه پلتفرم مثلا دف جلو بوده بعد مثلا میایم دو میاد دو دف میزنه ما یه ذره گارد میگیریم با دیفالت اون قضیه ما ماشین بازو مثلا کورولا خب مثلا ما دو دف زده الان ولی مثلا یا وقتی که سلیکا دف عقب بود بعد اومد دف جلو شد بعد دو دف شد بعد اینا یعنی اینا باید یه ذره اگه بریم تاریخش رو نگاه کنیم می‌بینی که با قبلا زده اون کمپانی مثلا همین سی وی که ای جی یا ای کی اینا ماشینای دو دف دارن خیلی توی یه سری مارکت ها خیلی هم زیادن مثلا کد اتاق ای کیش مثلا ای کی 5 شما می‌تونید ببینید ماشین فابریک دو دف مثلا و هوندا دارن دو دف میشن جدیدن ولی خود سی آر ویش هم اولا پلتفرمش فرقی با ای کی نداره دیگه خیلی. آره. زیاد طرف سی وی که نسل 1 چیپ سی آر وی نسل 1 میگه. آره
ولی خب چیزی که هستین که خب اینا رو دارن. من خودم یه ذره گارد داشتم این قضیه، مثلا همش فکر می‌کردم که ماشین مثلا چون دف جلو شده باید دف جلو بمونه، ولی کاری به این ندارم که لذت رانندگی دف جلو به نظر من بالاتره کلاً توی پیست به نظر من. ولی خب اگه دو دف هم مجبورم فکر کنم ببرن سراغ دو دف، اگه بخوام توانایی بیشتر میزان ترک دیگه اجازه الان سی بی که جدیدم که تایپارش داره میاد، خبری خبرم اومد سی بی که جدید تایپارش داره میاد، تایم سوزوکا رو زد 2:23 تایم سوزوکا رو 2-3 ثانیه فکر کنم بهتر کرده دیگه از تایپار قبلی 2-3 ثانیه بهتر شد تایم تو سوزوکا. سریع‌ترین ماشین دف جلو تو پیست سوزوکا فعلا، ولی تو نوربرگینگ هم بردن تست کردن، احتمال زیاد تایم رنو رو زده دیگه. معمولاً یه در میونه دیگه، این میاد تایم اونو میزنه، اون دوباره میاد تایم رنو. رنوی وجود نداشت اون تایم میزد. اونم اولین ماشینی که تایم نوربرگینگ زد مگان بود. اولین ماشینی که تایم نوربرگینگ دیفرانسیل جلو. میدونن چی دارم میگم، دارن هاشم. اولین ماشینی که اینو بذار توی اینو بذار بالا سر امیرزاده. اولین ماشینی که تایم نوربرگینگ اون موقعی که هوندای تو نوربرگینگ نبود، مگان اومد و تایم دف جلو. درسته. ماشین بعدی یه اون کسافتی که هوندا به عنوان اکیورا به عنوان کانسپت زد، اینتگراه اونو زدن تولیدش کردن و با همون قیافه مزخرف یکی دیگه از برندهای جذاب از بین رفت، اینتگراه. اینتگراه هم تبدیل شد به یه ماشین خیلی مسخره هیجانی، یه پلتفرم مشترک با سیویک فکر میکنم. قبلا پلتفرم اینا فرق داشت با هم، یعنی اینا بدونید که مثلا اینتگرا ها کلا ربطی به سیبیک نداشتن، شبیه بودن ولی ربطی نداشتن. این پلت فقط دی سی تو فکر کنم شبیه ای جی بود، یکی بود دی ای هم خیلی شبیه ای اف دیگه. دی ای شبیه ای اف نیست اتفاقا، ویل بیسش خیلی بلندتره. آه نه ویل بیس آره، مثلا ادوات زیربندی شکلش مثلا اینا. ولی الان این کلا همون ماشین انگار دقیقاً یک پلتفرمه و حالا اصلا کاری به اون نداریم، دیزاین به این مزخرفی، ولی توش خب شبیه سی بی جدید است کلن، جالبه توی سی بی جدید است. فسپک پنگدره انگار اگه شما میبینیم اومدن چی کار کردن، اومدن یه کار زرنگی کردن، مثلا میخوام بگم که ما اصالت همونو حفظ کردیم، غلط کردیم، شما هیچی نداشتیم، بس همون نزدیم. اومدن به اینتگرال نسل یک رو گوشتن بقلش که بگم ما اینتگرال رو دوباره اومدیم نسل یک و نسل یک لیف بک پیندر داشت. کلا اجاره اون رو یه نظر بگیریم یکی آره، مثلا میگیم اینتگرا این پیندر اونم پیندر. آها گیروسش دنده‌ای بود، باز جای شوکش باقیه، یه تیم ای اس پک داره انگار. یه آره موتور 2 لیتری داره، 1.5 توربو داره الان، مثل که 200 سی وی پاس دیگه. این هم از این L15 اون هم احتمال دولیتش هم KV31ه آره هنوز ولی نیومده احتمال یه چیز بزنه C2 مثلا یه ورژن پرفورمنسی قطعا قراره بیاد. خبر بعدی این که هوندا اومده با GM جوینت ونچر زده، یعنی فکرش رو نمی‌کردم که اتفاق بیفته، ولی برای خودروهای برقی جی ام اومدن این کار. کاش با ایران خودرو جوینت ونچر بشه. آره با خودروهای واسه تولید خودروهای برقی جی ام با هوندا اومدن جوینت ونچر زدن و اینکه مثل اینکه قرار ادوات باتری یه سری باتری جدید و انگار هوندا دیولپ کرده. دو تا کمپانی کاملا مرتبط دیگه، افیشنسی غیر افیشنسی کلا. خود این ماشین جی ام ریلایبل میشه دیگه. آخه دیگه داره برق میشه دیگه، ریلایبلیتی معنی نداره دیگه. جنس برقی ممکنه همون روز اول که میخری خراب شه، کارش نمیشه کرد. آره. از قدیم این چیزی 24 ساعت مهلت تست میدن. کلا دو تا کمپانی که هیچ ربطی به هم ندارن با هم جوین کردن. هایبرید بزنید حداقل ای وی حداقل. فکر کنم تموم میشه این قضیه. یعنی آمریکا احتمالاً خیلی میره سمت برق، ولی اروپا نمیدونم. من هایبرید رو میتونم خیلی در مورد این قضیه صحبت کنم، ممکن خسته کننده باشه اصلا، ولی ای وی حالا گفتن که اینو زده دیگه. ان شاء الله که خیر، ان شاء الله که خیر. هوندا هم که دو تا ماشین اسپورت زده برقی، ولی هنوز رونمایی نکرده، ولی عکس ان شاء الله آتیش بگیره. عکسی که ازش اومده بیرون زیر پرده است. زیر پرده میمونه ان شاء الله. احسن. حالا یه خبر داخلی هم که از مدتی که متکست و قسمت چهارم بود تا الان دو تا ماشین اومدن، دو تا رقیب قوی داخلی و اینکه خیلی جذاب، تارا و شاهین. نظرتون چیه در موردشون؟
بگو. نظری ندارم یعنی خود نظری بیان آقا بدون تعصب خود چی بخون خود ماشین ما میخوام به عنوان چون داخلی زیاد دوست داری اون که ما سایپای کدومه شاهی اما اون رو توضیح بده در موردش اما اون بیشتر بیاندگان و شنوندگان محترم دو تا ماشین اومد به نام تارا و شاهین سایپا خیلی دوست داشت که با تویتا قرارداد ببنده زمانی که آقای روحانی رئیس جمهور بود و وعده های خیلی جالب از اون بر ایران خودرو با پژو قرارداد بست و داستان های دیگه همه چی داشت بهشت میشد به ظاهر به صحبت آی الان بنز میاد ماشین 5 میلیون تومانی تو ایران تولید میکنه مردم هم که بکوب از اون و ریختن و حاصل همه اینا طبق معمول این همه سال مملکت رسید به یه پلتفرم تاریخ گذشته از توییتا به نام پلتفرم شاهین که حالا اسم داخل سازمانیشو کاری نداریم ولی همون توییتا یاریسیه که داخل ایران همتون دیدیم و کیلومترشون وسط مدل گنبد مسجد جامع اصفهان نمایش داده میشد برای سرنشینای عزیز با موتور 1300. خب همچنان در سیستم تعلیق عقب اکسل رو داریم که اصلی ترین پوینت اکسل در واقع هزینه تولید پایینه و هزینه حالا تعمیر نگهداری پایین‌تر که حالا خیلی از خودروهای اکو در سطح جهان عقبشون اکسله. حالا این پلتفرم تولید شد یه سری بچه‌های حالا سازه‌گستر و مرکز تحقیقات سایپا تغییراتی رو این شاسی دادن مثلا پروفیل‌های ناحیه نصب در واقع صندلی یا مبل ماشین به شاسی رو اومدن ورقه هاش اس اس استفاده کردن که استحکام بیشتری داره در کشش و داستانهای دیگه و یه سری اصلاحاتی که به قول خودشون حالا ما نمیگیم غلطه یا درسته حالا ادعایی که خود سایپا کرده به قول خودشون آپگرید ایمنی شد به نسبت یاریسی که در واقع خود تویوتا تولید کرده بود. کار عجیبی هم نیست. خب یه پلتفرم عقب افتاده سال نمیدونم 2003-2004 رو شما در سال 2018-19 یا 2017-18 آپگریدش کنین کار عجیبی نکردین. خب این پلتفرم نهایتا تولید شد و رسیدیم به اسم شاهین. آره دیگه حالا آرندی شرط چند سال زودتر اجرا شد حالا رسیدیم به الان. رسید به جایی که برلیانس همونور عقب نشینی کرد قرار بود یه موتور 1650 سیسی اتمسفریک روی ماشین نصب شه همون موتور برلیانسی که شما میبینین در تهران و شهرهای دیگه بعد این موتور کنسل شد در واقع مگا موتور هم همچین آمادگی یا نداشت که این موتور رو تعمیم بکنه خود برلیانس هم که خب عقب نشینی کرده بود به واسطه تحریما گفتن چیکار کنیم خیلی زایی است که همچین پلتفرم این همه سال ما هزینه کردیم بیایم همون اینن موتور تیوار بندازیم روش یه جلسه ای کردن و گفتن که بسم الله رو بگیریم و یه توربو نصب کنیم سر این موتور پایپینگ ها رو بگیریم و آره دیگه پایپینگ ها رو نزدیم جوش بدن و جوش بدن و داستان های دیگه دومیل صحابش هم نکردن در صورتی که به راحتی اگر سرسیلند وارداتی برای ماشین تعیین میکردن ببین دوستان کلن دومیل صحاب کردن تو ایران چه رو پژو چه رو محصولات دیگه تنها مشکلی که در داخل ما داریم اینه که قالب سازیش به صرفه تو این تیراژا در نمیاد پس مشکل اینه هر مشکل دیگه به صرفه حالا برای خودشون در دنیا چیزی که خودشون ادعا میکنن در واقع هر دلیلی شما شنیدین یه گوش در یه گوش در روزه یعنی تنها دلیلش اصلا گشته وارش بهتر اصلا یه اعتقاد خیلی باشه بهتر میزن بیشتر باشه میزن اون که دیگه خاصه حالا XG7 باز دوستان ناراحت میشن اصلا ولی کلا تنها دلیلی که خودروسازا نمیدن سمتش اینه که یه قالب سازی جدید باید انجام بدن براش تیراژ این در واقع غالبی که طراحی میشه حداقل باید 100,000 دستگاه برسه که به صرفه باشه خب ما میبینیم که حتی رو دنا توربا هم همچین تیراژی نداریم پس کلا تمایلی پیدا نمیکنن برن سراغ 16 سوپاپ میدونن بهتر میشه میدونن خیلی بهتر اما متاسفانه گرایشی نشون داده نمیشه حالا کاری نداریم میان توربوش میکنن توربوشون هم یه طرز شکست خورده میشه با یه توان و گشتاور افتضاح حالا گشتاور تا حدی منطقیه تو مارکت ایران حدود 100 فکر میکنم 10-15 اسب و تقریبا 180 نیوتن متر اگر اشتباه نکنم انقدر جذابه که حتی مشخصات دقیقش هم من یادم نیست ولی همین عدد است که شنیدین الان
و خیلی مدل کارگاهی در واقع عملاً این ماشین تولید شده. خودشون هم این داستان رو متوجه شدن بعد چند وقت. ربطی هم با اون آتش سوزی هایی نداره که شنیدید. مشکلات کلن سهه گذاری داره این موتور، یعنی ولیدیشن داره این موتور به زبان که داری میگی اینا که شنیدید این اصلا من نه منظور حالا چیزایی که بچه ها قطعا شنیدن آره قطعا شنیدن و پیگیری کردن. حالا داستان اینه که میونه کلمت بگم مشخصات کلی 1.5 لیتر آره 4 سیلندر 8 سوپاپ طرف توربوشارژ هستن 178 نیوتن متر. آره درسته اون پس 110 از خب 8 تیو 5 یعنی اف شتاب 0 تا 100 13 ثانیه اتومات نه دنده داره اتومات نمیدونم گذاشته استاندارد رانندگی یورو 5 فرمون برقی گیروکس 5 ساعت دستی دستی و نوع شاسی یک پارچه مونوکو کاست آفرین کوه دیگه باید میشه. رسیدیم به جایی که سایپا در واقع میدونستیم موتورش مگا موتور میدونستیم موتوری رد داره و درست نمیتونه ولیدیت کنه این موتور رو. رسید به جایی که از چندین وقت پیش با وزارت صنایع رفتن تو مذاکرات که بتونن موتورشون از ایپکو ایران خودرو بگیرن. موتور چیه؟ موتور حالا صحبت هم روی EF7 بود هم روی EC5 که همون میشه TU5 پلاس ایرانی، یعنی موتورش قراره عوض شه. موتور قطعا قراره عوض شه و این موتور ادامه نخواهد داشت تو شاهین مگر اینکه بازم اون اتفاقات جدید که خیلی عرفه موتور L90 هم شاید بخوان بنده. چرا اصلا تولید میکنه یا چیزی داره؟ ببین یه پلتفرمیه که هزینه کردن. نه این موتور رو خب چرا همین الان تولید مثلا خب من همین L90 خیلی جالبه موتور رنو رو دارن اینا که موتور رنو هم تولیدشو نداره ولی سایپا نداره قطع سازیشو نداره یعنی اسمبلی شده هم ولی قطع سازیش نداره یعنی هند و چین و فرانسه و ریو هم عملا غالب سازی سر سیلندش رو دیگه مشکل داره. ما هم برای خودروساز فکر کنم هیچ کاری نداره. کاری نداره ولی خب توجیهی که یعنی از دید اونا من دارم میگم برای ما قطعا این کار ریجکته و غیر قابل قبول. آره ببین از دید اونا در واقع یه چیزی باید بیاد که مثلا 100,000 دستگاه بالا تیراژ داشته باشه که بصرفه براشون. یعنی واقعیت اینه، هر چیز دیگه شنیدین واقعا دروغه یا حرف درست نیست. یعنی بخاطر هندلینگ نبوده سرسیدن سواکتر باشه. سواکتر باشه. هشت سواکتر. حالا در مورد رقیبش هم توضیح بده. رقیبش هم. این رو بزید تموم کنم. حالا این موتوره قرار بود که برسه حالا رسید به حالا EF7 یا EC5 و TU5 پلاس. حالا هنوزم نهایی نشده. هرچند یه سری خبرگزاری ها طبق معمول میان به قطعیت میگم فلان موتور ولی هنوز برای مردم خبر نهایی اتفاق نیفتاده. این شد یه پلتفرمی به نام شاهین که شطور گاف پلنگ اولا تعلیق عقبش مشابه تعلیق عقب حالا بریلیانس یا L90 و اینکه یه موتور بی‌در و پیکری داره که نه ولیدیت درست حسابی داره یعنی سهه گذاری درست حسابی داره نه توان گشتوار به درد بخوری داره و نه موتور افیشنتی. آره به درد فقط تیابازا میخوره ولی تیابازا هم خب پیش تیونرها برن قطعا با توان گشتوار خیلی بهتر و کلی ارزونتر قطعا لوازمش گیر نمیاد دقیقاً. آره یعنی مشکل این ماشین چیزی که به گوش شما ها میرسه فلان ماشین تو نمایندگی مثلا فلان جا آتیش گرفت اینا چیزایی که خبرگزاری ها دوست دارن شما بشنوین، مشکلات چیزای دیگه است. حالا بریم سراغ K132 یا پژو 301 یا تارای خودمون. تارا داستانش چیه؟ تارا داستانش اینه که ایران خودرو پروژه به نام K131 رو شروع کرد، K132 رو ببخشید شروع کرد بر پایه پلتفرم در واقع پژو 301. پایه پلتفرم میشه پلتفرم PF1. یه خبر هیجان انگیز بهتون بدم که از فیات ریتمو پژو 206 شروع کنین تا بیاین روی CTD جدید و 2008 همشون پلتفرم PF1ن، یعنی از سال 97 تا الان یه پلتفرم. احسنت. حالا کاری نداریم پلتفرمش پایش منطقیه ولی واقعا دیگه پژو گندش در آورده با این کار. همشون یه پلتفرم 2008 اینا همشون PF1ن، CTD 2008 و غیره همه پایشون PF1ن، حتی ماشین دیگه ای که حالا فقط جدیده تعریف کرده بود کدوم جدیده بود اونم انگار PF1ن حالا فرق کرده بود یکیشون PF1ن. حالا یه سرچ بکنین آره اون که 208 جدیده پلتفرمش ولی
تا سال همین اخیرا آره یه همون پلتفرم هست. آره آره تا 208 هم که 210 بود اونم پی اف وان پلتفرم هست، یعنی تا اون تایم هم پی اف وان. حالا این پلتفرم اومد بازی یه سری چیزا تغییر کرد، حالا چهرش به اعتقاد بعضیا زیباتر شد، به اتفاق احسن اعتقاد. به اعتقاد بعضیا زشت‌تر شد با آپشن‌های مختلف و حالا به قول ایران خودرو کلاس‌های مختلف عرضه داده میشه به بازار. موتورش پای موتور EC5 و اصلی ترین فرقی که با TU5 داشته در واقع بحث افزایش نسبت تراکم از 10.5 به 11. TU5 ایران تراکمش 10.5 و TU5 گاز سوز ایران تراکمش 11 هستش که معروفه به پیستونای TZP که 206 بازه از قدیم خوب باش آشنان. نسبت تراکم موتور کلن رسید به نسبت تراکم 11 به 1 و VVT اینتیک هم روش نصب شد. تغییرات خاص دیگه ای روی موتور نداشتیم. حالا اویل پام فشار در واقع متغیر و داستانهای دیگه هم هست که حالا دیگه اینا چیزهای به نسبت حاشیه‌ای روی این داستان و اینکه این موتور هم اومد بیرون. حالا نکته جالبش اینه که این موتور 115 و 150 نیوتن متر از طرف در واقع پژو معرفی شده به مارکت، اما وقتی وارد بازار ایران میشه این موتور دیتیون میشه در واقع. این موتور پای موتورش یورو 5 و یورو 6ه، یعنی اصلا یورو 4 نداره تو این داستان، یورو 5 و یورو 6 هستش. 115 است و 150 نیوتن متر. وقتی اومد تو ایران کالیب شد رسید به 113 است و 143.4 نیوتن متر گشت داره. با توجه به شناختی که دوستان در ایران خود دارم و سایپا دارم اینه که اینا نشستن گفتن که خب موتور اومده 150 نیوتن متر 115 است، یورو 5 هم داره پاس میکنه، چه کاری تو ضعیف کردی؟ خب برای اینکه یه بار پول بدیم چیکار کنیم؟ یه 5 اسب قوی میکنیم 6 نیوتن متر هم ضعیف میکنیم که یه بار پول بدیم از الان بریم واسه یورو 6. تنها دلیلشون همین داستان بوده، یعنی هیچ دلیل دیگه ای وجود نداره. موتور رو میان ضعیفش میکنن مجددن که دوستانی که حالا تیونر هستن ریمپ و داینو تیون میکنن دیگه نمونه کار رو دیدین رو داینو از دوستان. موتور به راحتی افزایش توان و گشتوار میده و اصطلاحاً اون ریستریکشنش رو توی مپ ECU از بین میبرن عزیزان که کار منطقی هم هستش، پسندیده هم هست. موتور پای موتور پای موتور خوبیه، کلن تیو 5 موتور خوبیه، هرچند که یکی خیلی مهم داریم. این موتور برای مارکت چین، آمریکای جنوبی و آفریقا اساساً اپتیمایز و بهینه سازی شده و سراتر موتور هم بگیریم باز هم موتور EF7 هم از نظر طراحی، هم از نظر افیشنت بودن، هم از نظر پارامترهای عمل کردی از موتور EC5 پژو یا از موتور TU5 پلاسی که همون EC5 ایرانیزه شده است قوی تر، بهتر و خوش پتانسیل تر. ایول با این همه اطلاعات جالبه و اینکه الان داشتی سوال میکنم میسیش کنم در مورد پلتفرم پی اف وان دوست داشتنیش دقیقا درسته، تا همین الان هم داره تولید میشه و اینکه 208 نسل 1 هست، نسل 2 البته الانش رو نوشته که سال 2021 اوپل کراسلند 2020 سیترون سیتیری ایکس آره و سیتیری ال و 2021 تا الانش نوشته آیکیکو تارا. احسن، اینم به این شکل احسن. این تا سال 2019 روی خود پژو 208 نسل 1 پی اف وان بوده. آره 206 و 207 هم در واقع پی اف وان بوده و 208 جدید فقط که عوض شده، فیس تیپ شده، اون پلتفرمش عوض شده. خب پس سینین بد نیست پلتفرمش دیگه. پلتفرمه نمیشه گفت بده، مثلا سالی که سال 98 اومد اون موقع خب خیلی ها 4 ستاره ایمنی نمیگرفتن، گرفت حالا کاری نه این پژو این کارا دوست داره. ایمنی خوب داره نه، حالا پارامترایی که میپسندن آره، ولی واقعا این که این همه سال پلتفرم کش بیاد واقعا افتضاحه، این هیچ توجیهی نداره. قطعا میتونی مگه اصلا چیزی امکان داره؟ نه نمیشه 200 جی تی آی بگیریم خورد کنیم روش؟ چرا میشه دیگه، خوبیش همینه دیگه. یعنی خوبیش که مثلا وقتی شما یه ماشین معمولی داری یا یه ذره آپگرید میشه همون میتونه روش بره. حتی یه نکته هست دیگه، مثلا
خورده ریزا مثلا میبینی جاپیچا و پروفیلا و زخامت ورقا اینا تفاوت داشته. مقصد اینه که ماشین هم که وقتی ایرانیزه میشه کلا مثلا ورق 2.5 میل یا مثلا تو ایران میشه 7.5 میل. این مسائل هم داره. این هم از این داستان. بعد این هم سفتاسش دقیقا همونه دیگه. من داشتم میخونم. آره سفتاسدا ایران خود دو سایپا کلا عجیبه. یعنی یه سری ماشین هاشون واقعا بهتره. نمیشه نهونی. بعد بازه نمیشه دوازده. بیشتر ولی آندر ریت میکنن انگار. سفتاسده. ایران خود دو انگار آندر ریته. یعنی شما یه سری ماشین هاشون رو میبینین واقعا کاری ندارم و خوشم هم نمیاد. ولی واقعا بهتر در راه میره. ولی آندر ریت شده است. به عنوان نمونه دنای توربو شما مشخصاتشون میکنی میکنی نه در واقع میخونی مشخصات نمیکنن میخونن مشخصاتشون میخونی رو داینو شما میبینی که عملا ماشین خیلی قوی تر چیزی که ایران خود اعلام کرده. ولی حالا داستانیه که نمیدونم سیاستشون چیه. جنتلمن اگریمنت آره جنتلمن اگریمنت تو که اصلا میرسلیم بیا جنتلمن اگریمنت فلان خودش همه کشورها دارن دیگه ما هم داشته آره ولی تو این صحبت ها نیست واقعا بچه های ایران خودوی اگه داریم تو پیج بیان بگن چرا چون بد نیست قوی تر فکر بعد فروشه یعنی که نظرم تو سر شاهین احتمالا آخه از خیلی سال پیش که اصلا شاهین صحبتش بیاد یعنی اعلام کرده میدونم یا الان ازش که بیرون احتمالا اون واقعا ضعیفه شاید این قوی تره ولی میاد پایین تره که تو فروششون یعنی چون قراره پس دارم باید موتور بودن احتمالا این داستانه دیگه اگریمنت جنتلمن که نداره سایپا ایران خود رو دیگه یه نکته هم یادم افتون بگم ایسیه جفته اینا در واقع کسنسه یا کزنسه کسنس یا کزنس حالا کمپانیشون چینیه من نمیدونم کزنس درست یا کسنس ولی اولین بار که من سایت این کمپانی رو چک کردم در واقع شما فکر کنین که مثلا شینیگامی میخواد بیاد یه ایسیه تولید کنه استندالون مثلا برد مگا رو ور میداره اینجا تولید داخل میکنه دوتا قرارداد دولتی میبنده میگه بیا این الان کلاس سورسش میکنم جای اوپن سورس میشه غیر استندلون میدم بهتون دقیقا یه همچین کمپانیه تو چین 4-5 مدل سنسور میده و ECU یعنی قطع ساز آفری شما سایت رو باز میکنی نوشته ECU 64 بیت اینقدر دلار 32 بیت اینقدر دلار آپشنش هم نوشته خیلی یعنی ساده یعنی اصلا این ربطی به مثلا بوش و زیمنس و غیره نداره یه کمپانیه که حالا ECU میزن و در لول خیلی پایین تر از بوش و زیمنس و این از دادن میفروشن به ایران بوش و زیمنسش که اون بود دیگه آره این خدا بخیر کن ریمپ اینا رو چکار میزنیم؟ ریمپ اینا رو میزنیم یکم بهمون فرصت بدین میزنیم شاید تا همین موقعی که داریم میبینی آره. شروع کرده بریم سراغ بحث اصلی حالا بریم برای بحث تخصصی امروزمون ما از هفته یعنی از هفته که نه از قسمت بعدی ما کامنت های شما رو میخونیم سوالی دارید بپرسید از ما مایسه سوالا حالا تو بحث پرسش و پاسخ باشه ما اون برنامه جدا داره ما جواب میدیم ولی در مورد موتوکست اگر سوالی دارید که مونده باشه از این قسمت ما جوابشو بهتون میدیم تو قسمت بعدی و اینکه امیدواریم که کمک کنه که بتونیم اطلاع رسانی بیشتر بکنیم. امروز میخوام در مورد چی صحبت کنیم؟ در مورد پورتفولیوش میخوام صحبت کنیم. یه بحثی که خیلی ازمون سوال میشه و از همه گه در واقع تیمینرها قطعا سوال میشه و برای شما هم که ماشین بازید سواله که خب این مثلا چقدر یعنی چه کاریه؟ پورتفولیوش اصلا یعنی چی؟ مثلا ما میایم پولیش میکنیم پورتا رو که چی بشه؟ حالا میخوام امروز در مورد این قضیه صحبت کنم. پورتوپولیش پورتوپولیش اصلا کدوم پورتا رو داریم در موردش صحبت میکنیم؟ ما این برنامه رو گرفتیم ولی نذاشتیم درسته؟ ویدیوکست قسمت یک بود. ما اولین باری که ما این ضبط کنیم این نکته جالب میگم ما در مورد پورتوپولیش صحبت کردیم ولی اون برنامه به دلایلی نتونستیم مثلا ادیتش کنیم بذاریم چون که خیلی طولانی شد اینا هنوز قالب برنامه شکل نگرفته بود. موقع ویدیوکست بود. الان حالا قسمت شد که بتونیم صحبت کنیم. پورتفولیوش روش انجام کارش حالا اول چیزی که بررسی کنیم اول ببینیم که آقا پورتو اصلا به چی میگیم پورت به پورتای ورودی هوا مجرای ورودی هوا تو سرسیلندی مجرای ورودی هوا و خروج دود ما میگیم پورت یعنی حالا ماشین 8 سوپاپ میخواد باشه 8 سیلندر داره. باشه اصلا 6 سیلندر باشه 12 سیلندر باشه به هر میزان پورتی که هوا و سوخت حالا یا هوای خالی وارد موتور میشه
و از اون بر دود خارج میشه، ما اینو میگیم پورت. پورت ایرانیزش ببخشید میشه چی؟ میشه راهگاه، برای اون دوستانی که میگن ای بابا چه انقدر کلمه انگلیسی. راهگاه؟ راهگاه آخه دیگه پورت پولیش معروفه تو ایران. اون میشه مثلا فارسیش مثلا راه باز کن مثلا. بعد اینو دو تا اصطلاح بهش میگن دیگه، میگن پورت کردن و پولیش کردن. پولیش میشه چی؟ سیغالیزیشن دیگه میشه. و آره دیگه وقتی شما مثلا توی یه سرسیلندر فابریک تو ریختگری وقتی میاد بیرون، شما چی میبینی؟ میبینی که آقا این پورتا توی همون فرایند ریختگری میبینی که آقا یه ذره زائده داره، فضولات ریختگری توش. آره فضولات ریختگری جیشه. اینو چجوری میاد باید گرفت؟ این که آقا با این چیکار میکنن؟ میان میگن که آقا فقط یه سری من پولیش میکنن، یعنی یک ذره سطحش رو صیقلی تر میکنن. این سطح صیقلی تر یه مقداری مساحت ورودی رو بیشتر میکنه، خیلی کم، و از اون بر میاد چیکار میکنه؟ میاد تمام اون تلاطمایی که یکسان نبوده رو یک نواخت میکنه. حالا این خوبه یا بده؟ این الان به همه اینا رو میخوام بررسی کنم. حالا چند مدل روش انجام کار داریم؟ چند چیزی بود پولیش میکنن؟ با دست، دستگاه. با دست میکنن؟ با چه دستگاه؟ مثلا با دست که فکر کنم دهه 50 مثلا شاید با دست میکردن، نه؟ الان حتی تو ایران خب میکنن و... نه با دست بدون ابزار دیگه. دستگاه از اون فرز انگشتی. آره فرز انگشتی یا سی ان سی. اون با دست دیگه فکر کنم با فکر کنم مثلا با سنباده مثلا. نه نمیشه دست شاید یه زمانی میکردن این کارو. میکردن این ابزار همیشه وجود مثلا با درل شاید میکردن مثلا چیزی شاید بده. و این یکی کارش اینه، یکیش سیوای خاص داره با فرز انگشتی این کارو میکنن، با چند مدل فرز این کارو میکنن که مثلا جاهایی که راه دست نمیدن مجبورن با تیغای بلندتر این کارو بکنن. بعد لول بعدی چیه؟ دستگاه یونیورسال تو تراشکاریه که اونو حالا میبنده و اون جایی که میخواد اندازه میزنه، تراشکار میاد دیگه یکسان میشه، سایز میزنه، گیج میزنه داخل پورتا که یکسان بشه. و بعدش هم که دستگاه سی ان سی، حالا 4 محور 5 محور که اونم خودش دو مدل داره میزنه، دو مدل کلی یعنی میزنه، یه سی ان سی حالت ویو میزنه، یه مدل حالت دیمپل میزنه. این از این داستان. این روش انجام کارش اینجوریه. نکته بعدی چیه؟ آقا این پورتفولیش انقدر مثلا مهم بوده که خود کمپانی ها میزنن، یعنی خود کمپانی ها میخواستم همین بگم میومدن چیکار میکردن؟ میومدن تو ورژن های پرفورمنسیشون اون سرسندی که میزدن میومدن چیکار میکردن؟ میومدن یا اپراتور میذاشتن سر خط این کار انجام بده، یا با یک دستگاه این کار میکردن. مثلا هوندا موتور بی 18 سی، یعنی اولی موتور تایپ آرش، موتور بی 18 سی تایپ آر بچه ها به صحبت هوندا که میشن من نگاه میکنن. اولین تایپ آر 4 سیلندر، اولین تایپ آر 4 سیلندر واقعا درست، اولین تایپ آر 4 سیلندر موتور بی 18 سی بوده که بی 18 سی سال 92 از سال 95 آخر 95 در واقع 96 اسپک بهش میگن. از 96 تا 98 با دست بوده پورت پولیشش، بعد از 98 آخر افکام از اواخر 98 اواسط 98 به تا 2000 2001 مثل اینکه با دستگاه انجام میشه پورت پولیشش و خودش فابریک پورت پولیش داشته، یعنی پولیش بوده در سمت سوپاپا پولیش بوده. یعنی این باعث میشه چه اتفاقی بیفته؟ اینکه هوا سرعت بیشتری بگیره، تلاطم کمتری داشته باشه، حجم بیشتری از هوا وارد موتور بشه، یک نواختر بشه. این توضیح خیلی سادهش میشه این، و بتونی از 1.8 200 اس بگیری. مثلا هم از اون داستانه باور نکردنی نیست، ما تایپ ها رو واقعا وقتی باز کردیم کاملا دیدیم این صحنه، یعنی اونایی نیست که من با سویشی رو سیغه بود میگفت سویشی رو ما پورت پولیش میکردیم فلان، نه اینا در واقع کاملا ما دیدیم و در دنیا مطرح این داستان و انجام میشه. و فقط هوندا نبوده، خیلی کمپانی ها. آره آره خیلی کمپانی ها. حالا این چیزی بوده که ما دیدیم و حالا علاقه من دارم چیز دیگه نمونه یادتون از ما شده L7 فکر کنم داره پورت پولیش، کوربت زیو 6. آره آلفا رومو هم داشته مدلی یا نه؟ آلفا رومو چیزی نمیدونم. یه سری قطعا داشتن الان ما نمیدونم. خیلی تیراژ معمولا پایینن و خیلی براشون مهم بوده اون ماشین کار میکنن. بلو پرینت شده میدن موتور. بعد شما میتونید این
حالا چیزی رو ما بفهمیم که ماشین بهتر شده، مثلا ما چیزی رو بفهمیم پرپولیشی کردیم اصولیه، چه کار میشه کرد؟ اولین کارش اینه که بتونیم ویژوال اندازه گیری کنیم، سایز بزنیم ببینیم که اون سایزایی که ما میخواستیم مثلا بزرگ شده کوچیک شده یا هرچی. حالا چجوری میتونیم اندازه‌گیری دقیق داشته باشیم؟ یه دستگاهی تو گفتی فلو بنچ چیکار میکنه امیرزا؟ احسن فلو بنچ شما دو مدل داریم، مثلا یکی از برندهای معروف سوپر فلوه که در واقع تو ایران هم هست همچین دستگاهی، و اینکه برند غیر معروفش هم اینه که شما تو کارگاه خودتون درست بکنین به راحتی با یه پمپ وکیوم یا حالا پمپ دمنده و خمیر مجسمه سازی و داستانهای دیگه. فلو بنچ میاد CFM رانرهای شما رو اندازه میزنه، CFM رانرهای شما رو اندازه میزنه، شما با توجه به بهینه سازی که در اون پورت انجام میدی، پورت کردن فقط بحث سایز نیست، بحث تغییر شکل هندسیه. شما خیلی از سرسیلندهایی که مخصوصا قدیمی هستش، یعنی زیر سال 2000 زیر سال 2005 تولید شده، امکان داره ورودی هواتون اینجا باشه تو تیونای استیج بالا، شما اصلا اینجا جوش میدی ورودی هوا رو میبری اینجا میزنی، یعنی 20% ورودی هوای جدید با قدیمی هم پوشانی داره جایی که میخواد مانیفولد بشینه و اصلا جای نشستن مانیفولد رو تغییر میدی. هرچی قدیمی تر بدین داستانا بیشتره، چون قدیم کمتر افیشنت بوده. حالا میایین شما این راهگاه ها رو که شکل هندسیشو تغییر میدین، یه سری الگوهای خاص توش پیاده میکنین، مثلا این ناحیهش این شکلی باشه، اون ناحیهش اون شکلی باشه، ویو باشه دیمپل باشه، میکس ویو و دیمپل باشه، اصلا ساده باشه نه ویو باشه نه دیمپل و داستانای دیگه، میایین تمام اینا رو CFM میکنین. CFM یعنی چی؟ یعنی دبی داخل این در واقع پورتو اندازه میزنین، دبیا رو اندازه میزنین، میبینین این تغییراتی که دادین چقدر CFM در واقع رانرتون رو برده بالا. حالا میایین رانرها رو با هم مقایسه میکنین که آیا این رانر مثلا 3 من با 1 من مچ هست یا نه، این رانرها رو میرسونین به هم، نزدیک به همش میکنین تا موتور عملا از نظر سیالتی بالانس کار بکنه. یه موضوع دیگه ای که در کنار در واقع این فلو بنچ داریم اینه که یه سری توپ هست، شما با یه در واقع مفتولی که یه ذره قدسش بیشتره از این ور بادو میدمین یا از اون سمت بادو میکشین و کیو میکنین، این توپو میکنین توی اون رانر، این توپو تو اون رانر میگیرین و میبینین بازی یا رزونانس اون توپ تو چه فرکانسیه. هر چقدر بازی این توپ کمتر باشه، یعنی در واقع شما پورتتون رو بهینه تر و مچ تر در واقع اومدین، فقط هم توپ نیست تر راهی کردیم، مثلا راهی دیگه هم شاید داشته باشه. آره ولی یه چیز عرفش که با خود اصلا سوپر فلو میفروشن، آره روبان میکنن جسمی کارو، آره دقیقا ما حالا راه های مختلف داره، شما اینو میگیرین نویزش اندازه میزنین میبینین چقدره، این نویز هم با دوربین میخوره با چشتون اندازه نمیزنین، تو خود دستگاه سوپر فلو هم بازین توپا رو بهتون میده. الان پورتتو زیادی گشاد بکنی CFMت بازم بیشتر شده دیگه، نیازه حالا میرسیم به یه جایی که شما موقعی که داری پورتو در واقع گشاد میکنی، حالا گشاد کردن یه بخشش، حالا بحث هندسی هم یه بخشش، نمیرسی به جایی که میبینی اول باید محاسبه بکنی ببینی موتورت چه توانی میخواد برسه. ما از قدیم الایام اون موقعی که شینیگامی توی 196 تهران پارس بود، سوال عرفمون که معروف هم هست و هم در جریان اینه که شما یا پیک بودجت رو مشخص کن یا اینکه چند اسب میخوای. اصلا برای ما مهم نیست که شما فلان ماشین رو میخوای بزنی نزنی فلان، یکم دید فنی تر مهمه. حالا دیگه تو بازار ما عادت کردیم با ادبیات مشتری، الان بعضا ممکنه بپرسیم که میخوای فلان ماشین رو بزنی یا نزنی، خودمون دیگه حساب کتابش رو میکنیم که چند اسب لازم داره. اما شما وقتی میبینی چند اسب میخوای محاسبه میکنی، میبینی چقدر باید CFM ورودی هر سیلندرت باشه، CFM ورودی هر سیلندرت رو حساب میکنی مطابقه و میای در واقع اصطلاح ریشیپ میکنی و حالا سایز رو تغییر میدی توی بحث پورت پولیش کردن و داستانهای دیگه، میرسی به اون استیجت. شما خیلی زیاد بازگشاد بکنی، مشکلات و مسائل مختلفی داری که بارها تو فیلم ها حالا صحبتش کردیم، خیلی هم در واقع محدود در واقع این کار رو انجام بدی، عملا یه هزینه زیادی مشتری کرده یا خودتون کردین دادین به تیونری، میبینین که فرق زیادی نکرده. بعد کلا کمپانی ها در تلاشن که بتونن
خب بهینه ترین حالت ورود هوا رو داشته باشن. معمولا سافت ترین حالت معمولا بهترین حالت، یعنی هر چقدر لوله رو اون در واقع راهگاه رو به قول امیررضا یا پورت رو سافت تر در نظر بگیری، البته اینا خب به شرایط داخل موتور هم بسته ایده که وارد موتور چجوری داره میشه هوا، تلاطم داخل سیلندر چجوریه اینا، ولی خب شما اصل کار اینه که اون قراره که مستقیم وارد موتور بشه. نکته بعدی که وجود داره اینه که آقا چرا همه کمپانی‌ها نمیان این کارو بکنن؟ اینه که خب دلش مشخصه، هزینه است. یه اوپی به قول امروز خط تولید بعد اضافه کنید سرعت کارو میاره پایین، ماشین مثلا تیراژ بالا. حالا چند مدل داریم پورتپولیش؟ پورتپولیش یه حالت عادیش اینه که شما میای اون زبریای به اصطلاح زبری پوسته سرسدن رو میای کم میکنی، حالا این میشه صاف. آیا سیغلی کردن این پورتا درسته یا نه غلطه؟ غلطه اگه بخواید سیغلیش کنید. چرا غلطه امیرزا؟ اصلا ما یه داستانی که داریم کلن رو بحث دود هم حتی این مسئله میتونه درگیر باشه، ولی دوستانی که با جریان در واقع لایه مرزی و جریان لزج لامینا. یا لزج آشنا هستن این نکته رو خیلی خوب احتمالا متوجه بشن. یه توضیح کوچیک میدید در مورد این قضیه ما... ساده ما این الان آب میخواد در روی این دست من بره این... وایسد. خب این شما فرض کنین آخرین لایه از اون سیاله، حالا یا آب یا گاز، این آخرین لایحه میاد در واقع همسرعت میشه با در واقع سطح حالا کانال من، لوله من، رانر من و داستانه تابع موه، تابع سرعت ما خورد کنه یه داستانه، ما خورد نکنه یه داستانه، اصلا کاری به مسائل پیچیده و پیشرفته نداریم، کلی میخواییم بگیم. ذره ذره که شما ارتفاع رو میای بالا سرعت میرسه اصطلاحاً به سرعت اینفینیتی، یعنی سرعت در واقع جریان که در واقع سرعت آزاد وسط مثلا کانال داریم، حالا کانال روباز داریم روبسته داریم، کاری به این مسئله نداریم. همینجوری که میرین بالاتر، بالا و بالاتر سرعت لایه های زیادتر میشه، تو ناحیه‌ای که در واقع زیر 99 صدم در واقع سرعت اینفینیتی اون هست، ما اینجا مثلا این لایه میتونه در واقع در قالب جریان لزج روش کار بررسی بشه. حالا مسائل و داستانهای مختلفی داریم، موامون فرق میکنه، نمیدونم ضریبای ترمودینامیکی مختلفی داریم، اینا اصلا کاری بهش نداریم، ولی شما وقتی میخوای اینو بزرگش کنی باید حواست جمع باشه که این در واقع ضخامت لایه مرزی و جریان لزج چقدره. ضخامت لایه مرزی و جریان لزج افته والیومتریک افیشنسی یا راندمان تنفسی موتور رو بهت میده. شما وقتی میای خیلی سیغل میکنی این داستانو چه اتفاقی میفته؟ خیلی سیغل وقتی میکنی این داستانو هوای ما با سوخت خیلی اوقات داره درگیر میشه، حالا ماشین کاربرات خیلی بیشتر، ام پی اف های کمتر و جی دی های دیگه تقریبا ما تو رانر سوختی نداریم، طبقه طبقه میایم پایین. ما وقتی این در واقع شیارها و زبریا رو تو این در واقع جریان داریم، یک منجر به این میشه که ضخامت لایه مرزی و جریان لزج ما بیاد پایین، اصلی ترین ویژگی که داره، پس راندمان تنفسی ما میاد بالا. دو، بخشی از این قطرات پودر سوخت ما میان میشینن تو این شیارا مدل ترمز، دیدین این اسبای پرش با مانه میخوان برن بپرن یا یکی پاشون میخوره به این مانا یا با کله از سوار خود اسب میرن تو زمین، همین داستان همین سوخت است. قطعه سوخته یا میره تپ میخوابه تو این شیاره، این موجب میشه این سوخته بخار بشه، ما در لحظه احتراق بخار سوخت نیاز داریم، اینا از تقریبا 5 سال پیش در فیلم ها به شما گفتیم تا به الان قطعه سوخت به دوده تبدیل میشه نه به کار، پس این کمک میکنه که سوخت ما هم بخار بشه، تبخیر بشه. حالا این داستان ما در واقع داریم که این در واقع سوختای ما میان اینجا میشینن و کمک میکنه به تبخیر بهتر براشون، پس این سیغلی کردن کامل اصلا کار مناسبی نیست، مخصوصا در سمت رانر هوا. دود تا حد قابل توجه با توجه به سرعتی که داره، با توجه به دمایی که داره و با توجه به اینکه قطره ای از سوخت داخل در واقع دود نیست،
تا حد زیادتری به نسبت هوا منطقیه، اما هوا اصلا منطقی نیست. حالا میریم جلوتر رو بحث دیمپل های نه یه سری نکات. آره بعد الان شما میایی پورت تو افزایش میدی سایزشو، خب این قضیه که امروز گفت کم میکنی دیگه، یعنی میایی بزرگش میکنی که حجم بیشتری از هوا وارد چه جریان لزج بیاد، خب دورتر میشه دیگه، یعنی حجم بیشتری شما میتونی با سرعت بیشتری وارد بشه هوا. حالا ولی وقتی میای سیغلیش میکنی داری این قضیه رو کمک بهش نمیکنی، داری انگار فقط یه سایزی رو بزرگ کردی. ولی وقتی که بیای از اون بر هم دیگه پولیش درستی انجام بشه و هم سایز درست باشه و هم سایزا یکسان بشه، تو هر سیلند به یک میزان وارد بشه سوخت و هوا یا حالا هوا، شما به بهینه ترین حالت پورت میرسی. این از این داستان. دیگه چه مدلایی داریم؟ حالا ویو داریم که با سی ان سی میزنن. ویو چه مدلی؟ حتما دیدین که یه سری شیار شیاره، فور پیستون و اینا. آره سایز فور پیستون اگه برید نیا کنی دارم، یا اصلا سرسنده خودتون میزنه یا کسی خودش سرسنده بهتون میده. یکی اونه که حالت ویو توره، یکی حالت دیمپله که دیمپلو با ویو قاطی میزنن، یعنی کسی که دیمپلو میتونه بزنه دستگاهش قطعا ویو هم میزنه، که اول ویو میکنه و بعد روش دیمپلو میزنه. دیمپل چیه؟ چیه دیمپل؟ توپ گلف، همون چیزی که به اسم توپ گلف توی ایران خیلی معروفه. توپ گلفی کجا کاربرد داره؟ روی اینتک، روی رانر اینتک کاربرد داره، ماشین ام پی آی در واقع دیگه، جور جی دی آی هم میشه، جور جی دی آی هم میشه. حالا کارش چیه توپ گلف؟ اصلا چرا یوهم اومدن؟ یوهم اومدن، من همیشه مافی میگم که همیشه صیقلی‌تر و صاف‌تر بشه و ما ببینیم درست‌تره. چرا توپ گلف یوهم اینقدر عجیب شد؟ ولی چرا اینقدر کمه تو دنیا؟ کم بودنش به خاطر اینه که اونقدر احساس نیاز نکردن، مردم دارن به سمت بوستد میرن بیشتر از نظر پرفورمنسی، یعنی طرف افیشنسی داره میاره پایین. یعنی چیکار داره میکنه؟ داره میگه خب من یه بوست میکنم تو موتور، حالا توانی که میخوام یعنی چه هزینه کنم برای انقدر بوست میکنن تا فقط کام موتور کنه. ولی توپ گلف چیکار میکنه؟ در این توپ گلف توضیح بده. حالا اینجا رفتیم ما، این سوختا گیر میکردن این تو. حالا توپ گلف شما تو ایرودینامیک، ما ایرفویل کمترین در واقع سی و دی رو داره، میایم رو توپ گلف. یه توپ عادی، توپ متاسفانه نداریم اینجا، یه توپ عادی فرض کنین داریم، یه توپ گلف. این توپ عادیه هوایی که بهش میخوره از دورش میاد، یک در واقع اصطلاحاً پس دامنه یا پایین دست پرفشاری پشت توپ در واقع ایجاد میشه. یعنی هوای این توپه، هوای میاد به این شکل پشت این ایجاد میشه. توپ گلف این حفرا اصطلاحاً یک مکش ایجاد میکنه، خیلی عامیانه دارم بهتون میگم، دوستانی که حالا سیالات بلدن دیگه خودشون در جریان هستن کلمات تخصصیشو، من اصلا نمیخوام اون سمت برم، برای همین مخصوصا دوست دارم که این کلمات رو استفاده کنم. اصطلاحاً این حفره ها وکیوم میکنه و این جریان رو به جایی که این بالا بره میکشونه رو خود سطح توپ، میاره از این پشتم میخوابونه، خیلی نازک از پشت توپ گلف میاد بیرون. پس خاصیت توپ گلف، دقیقاً پس خاصیت حفره‌هایی که رو توپ گلف ایجاد میشه. حالا شروع این داستان ممکن بوده به شکل تجربی باشه از انسان‌های اولیه که گلف بازی می‌کردن، احتمالاً بعداً تحلیل کردن دیدن اه واقعاً این مثلا باحال قشنگه. این چیکار میکنه توپ گلف؟ حالا چیکار میکنه؟ در واقع میرسیم به همون توضیح قبلیه، توپ گلف مجدداً میاد زخامت لایه در واقع جریان لزج ما رو کم میکنه و درگ در واقع توپو به شدت میاره پایین. درگ یعنی نیروی مقاومی که در واقع میخواد نگه داره توپو از پیش روی، از تراستش، از جلو رفتنش. درگ در واقع میشه خلاف تراست. واسه همین هم از که توپاشون اونقدر مسافت خیلی زیاد و میره، دقیقاً یه دونه شما میزنی رش بلند میشه رامسر میکنه. خب بدن هواپیما، آره ما مثلا نیاز دارن که اتفاقا برعکسش رو کنیم. بعد ما اصلا روی فایترها دیگه اصلا ماخ بالای در واقع
چی میگن سرعت صوت که داریم دیگه اونجا اصلا تو مثلا مسافر بعدی هم میبینی زوایا خیلی گرده، تو فایتر گرد باشه همه سقوط میکنن، تو فایتر زوایا خیلی همه تیز شده. خب اون بعد این موجه مافوق صوت چرا رو گلایدر افیشن نیست خیلی بزرگ باشه؟ آره خیلی بزرگ بعد تو گلایدر مثلا سرعتی که موتوری که در واقع میخواد سرعت تولید کنه تو از طرفی رو گلاید کردم باید یه لیفتی بده بهت. آره تو یه موقعی این مسائل موجب میشه لیفتت کم بشه. برعکس کار میکنه. آره برعکس کار میکنه. بعد یه داستانی هست که تو گلایدر دائم این یه حال هواپیما دائم این زوایا داده تغییر میکنه. حالا بعد نشست واقعا تحلیل کرد. سوالش اینه این بود که اول مرغ اومد یا تخم مرغ. خیلی یعنی فلسفی بعد الان یه برنامه جدید براش درست کنیم. ولی چون زوایا باز تغییر میکنه قطعا رو لیفت تاثیر میذاره، لیفت تو کم میکنه و داستانای دیگه، یعنی یه سری محدودیت های ایجاد میکنه که دیگه تو این داستان ما نداریمش. یه نکته هم بهتون بگم که غالبا ما تو خیلی از نواحی مثل لای سوپاپ ماخو رد میکنیم تو موتور، یعنی خیلی اوقات این صداهای زیبایی که هم موتور میشنوین نه اینتیک نه اگزوز توی تخت گازا، دقیقاً صدای در واقع سرعت مافوق صوته که آره مثلا از کنارهای سوپا بعد منظورم مثلا تو XU7 نیست یه موتور پرفورمنسی دوستان فرده اینجوری نشینم پای XU7 داشت بگاش بگاش صدای ماخ اونجا شما نمیشنید موتور پرفورمنسی. حالا L90 حله الان پا جوازه صداشون درده. این از این داستان. نکته بعدی این که باز خود حفره دیمپل اون خاصیت رو داره، یعنی مجرد سوخت میاد توش تبخیر میشه و آره. حالا این شما توپ گلفه رو ببرین داخل رانر، همین ویژگی داخل رانر اتفاق میفته، یعنی لایه در واقع مرزی جریان لزج به شدت زخامتش کم میشه، والیومتریک افیشنسی فلو یا همون سی اف ام به شدت زیاد میشه، سوختمون میاد میشینه تو این حفره ها و بخار میشه و فضای خیلی عالی ما داریم، یعنی هم هوامون به شدت فلوش میره والا چون جریان لزج اون کم شده، هم سوختا بخار میشه و نکته آخر این که این در واقع حفره ها موجب حالا در سطح میکروسکوپی یا حالا یه سری نواحی ماکروسکوپی بستگی داره شما چیزی نگاه کنین جریان گردابی خیلی ریزی میده. ما یه جایی فلو مهمه، یه جایی توربولانس مهمه، موتورهای تولیدنبو اکثرا توربولانس براشون مهمه، موتورهای مثل موتور ما که مدل تیونری هستیم فلو مهمه، این توربولانس هایی که میبره بالا موجب ترکیب بهتر سوخت و هوا با هم میشه. پس سوالی که کردی که آیا جی دی آی و ام پی اف آی این سه تا ویژگی هست، حالا هم به درد ام پی اف آی میخوره هم جی دی آی، حالا بعد ببینیم آره. اینه یا اونه چون هوا رو ما بیشتر میخوایم معمولا آره. حالا بالاخره سوخت یه جوری میرسونیم دقیقاً حالا. خب روی پورت دودم میزنیم چرا رو پورت دود ما چی نیاز داریم؟ رو پورت دود ما اصلی ترین موضوعی که نیاز داریم فلو نیست، بحث سرعت و وکیوم کردن زیاده که دود سریع از موتور خارج شه. اولین داستانش هم اینه که تقطه اولی که دود میزنه به شکل پیستون گاز وقتی قیچی یعنی اوورلپ جفت سواپ دود و هوا بازن انتهای تخلیه ابتدای تنفس، تقطه اول خروج دوده که موجب میشه هوا یویی ازش بیفته آهو در باز شد بعد برم داخل موتور پا میشه میاد داخل موتور، این پیستون گاز دود که داره میره بیرون یه وکیوم نسبی خلای نسبی ایجاد میکنه، سوپاپ هوا بازه تازه هوای یه تقه بهش بخوری که آی پاشو بیا تو، تازه میاد را میفته میاد تو و نهایتا انتهای در واقع قیچی هوایه که دود و هل میده میره بیرون. پس یکی سرعت زیادی ما نیاز داریم، دو تو بحث سوپاپ دود و خروج دود ما ذرایب در واقع سرعتمون و دمامون و ویسکوز گازمون در شرایطیه که اگر اصطکاک رو از یه حدی بیشتر بهتون گفتم این وقتم زبری بد نیست ولی از یه حدی بیشتر بالا ببریم موجب افزایش درک میشه، یعنی باز پس میزنه. این خوبیش اینه که جریانمون رو به شدت در دود لامینار میکنه، اصطلاحاً میشه جریان آرام جریان خطی. ما در دود به شدت لامینار و خطی نیاز داریم، در هوا دقیقا برعکس. حالا چیزی که وجود داره این تأثیری که پرپولیش دیمپل که شرکت هایی که انجام میدن داره خیلی وحشتناک زیاده، یعنی مثلا حالت ویو حالا توضیح حالا اونم میدیم،
حالت ویف اینجوریه که شما یه سری موجای پشت سر هم، مثلا اینجا پورت ورودی اگه باشه، به شکل خود پورت به پله 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 تا دم سوپاپ شما میبینید که خطای مختلف وجود داره، شیار شیار وجود داره. این دقیقاً همون چیزی که امیرزا گفت، یعنی میاد اول انگار یه دونه توپ گلفیه که فقط به جای هر دونه دیمپل یه خط کلی دوره تا دوره وجود داره که هم سوخت شروع میکنه بهتر ترکیب کردن، قطره‌های سوخت در واقع از قطره شدن جلوگیری میکنه و از اون ور فلو رو خیلی زیاد میکنه. فرق وی با پورتپولیش معمولی، مثلا یه سولوشه شاید بگم 20% 30%، فرق دیمپل با یعنی همون توپ گلفی با یه دونه ویو نزدیک 50% به خود ویو، 45% به خود ویو، یعنی یه عدد خیلی عجیب غریب رو سی اف ام تون تاثیر میذاره وقتی که دیمپلش رو انجام میدی، وقتی که پورتپولیش دیمپل انجام میدی. آقا حالا اینا از پورتپولیش ما فهمیدیم کلیتش چیه و چیکار میکنه و فلان و داستانا. یه چند تا سوال میمونه، آقا کی انجامش بدیم؟ پورتپولیش رو تو چه استیج انجام بدیم؟ یعنی وقتش کیه؟ اگه هزینه براتون مهم نیست که اول رو باز کردین دیگه. هر وقت سرسند رو باز کردین. در واقع اولین کاری که اینجوری بهتون بگیم شاید راحت‌تر متوجه شین. اولین کاری که شما موتور رو باز کردین چیکار کنیم واقعا بعد بولتانا دیگه برین سراغش دیگه. مکملاش چیان در واقع مکمل پورتپولیش؟ مکملی که شما هر چی به هوا مربوط میشه. این سوپاپ دریچه گاز منیفولد هوا. اینا رو شما بتونید هر چقدر بیشتر انجام به کیت مکش هدرز، کیت مکش هدرز دقیقاً هر چی که باعث بشه که یعنی شما همه استیج ها رو انجام دادیم. ما قبل اسمش رو گذاشتیم استیج 2، موقعی که حالا 6 سال پیش استیج بندی کرده بودیم تو سایتمون، توی استیج 3 ما تازه پورتفولیو رو اضافه می‌کردیم واسه تیو 5 مثلا. ولی استیج بندی یعنی بخوام به نظر بگیریم بعد از اینکه شما بولتانا رو بستین، هدرز رو بستین، کیت مکش رو بستین، میل سوپاپ رو بستین، من که باشم من اول انجام بده ولی حالا بستین شما باید به این کار انجام بدین. یعنی اگر تو پروژهتون مثلا منیفولد هوایی در نظر دارین، منیفولد هوا رو بگیرین پورت ماشش کنین. پورت ماش خیلی نکته خفنه که گفتم، اون آخر گذاشتم که اونم نکته بعدی میگم حتما. منیفولد هوا درجه گاز اون رو که گرفتیم بعد بیاین پورت پولیش رو انجام بدیم، یعنی زمان انجامش میشه شما زودترین حالتی که بتونید انجام بدیم میشه زمان انجامش بهترین حالت. ولی یه موقع است که اون راندمانی که میخواین رو ازش نمیگیرید. چرا؟ چون خب از اون بر از جاهای دیگه ریستریکت سایز سوپاپ لیمیتت میکنه اصلا. یکی از نکات خیلی ما رد و برق زده اصلا، یکی از نکات خیلی مهمی که دقیقا در زمینه اصلاح فلوی سرسیلنده اون ور آب همه از بالا شروع میکنن توی ایران متاسفانه همه پایین شروع میکنن، بلوک و لوازم همه بلوک، حجم، استرکر، با سرسیلند کلی جا داره، کلی هم بلا استثنا همه کمپانی ها ریستریکته، یعنی یه دنم نداریم دست مردم کسی ماشین بده ریستریک نباشه، هر کمپانی شما میتونی بهترش کنی. یکی از اصلی ترین کارا اصلاح سایز سوپاپ، تغییر شیپ رانر، ریشیپ کردنشه و در واقع تغییر نسبت سایز سوپاپ. یه موتوری مثلا فاز افیشنسی دقیقاً مصرف سوخت، شما الان دو تا موتوری که همه ژاپنی بازه حال میکنن باش، آر بی و توجه، جفتشون سرسیلنداشون به شدت ریستریکته، توجه خیلی میل سوپ ریستریکته، باز آر بی یه ذره میل سوپ. روی موتور یکسان اگه بخوای مثلا مقایسه کنی یه چیز واضح باشه، مثلا 4AFE و با 4AGE مثلا شکل رانر شما مقایسه کنی قشنگ، یکی پرفورمنسی یکی مثلا افیشنسی. یکی دلیلی که مثلا خود هوندا هم چند تا سرسیلندر داره برای هر موتورش همین بله. مثلا تو کیا خیلی اینو میبینید که تو کی سریز یه عالمه سرسیلندر وجود داره برای اون موتور، دلیلش دقیقا همینه که برای مارکت های مختلف برای ماشین های مختلف طراحی شده بوده. حالا میرسیم به اون چیزی که تو گفتی پورت مچ. پورت مچ چیکار میکنه؟ در واقع شما پورت سرسیلندر تو با شکل اینتک منیفولدت باید مچ بکنید دیگه، حالا نمیشه یکیشو بزرگ کنی اون یکی فابریک بمونه. کاری که تو ایران خیلی میکنن پورت پولیش میکنن گنده میکنن. اینم بگم به بزرگ کردن اون رانر به اصطلاح میگن پورت کردن، به پولیش کردنش میگن پولیش کردن، ولی کلا اسم این فرایند پورت پولیشینگه. پورت پولیشینگه، حالا این ریشیپ کردنش هست. خود پورتینگ هم حتی من شنیدم میگن، حالا بدون پورت. آره پورتینگ، آره خود انگلیسی هم حتی اینو میگن، فقط ایران نیست. آره پورتینگ هم میگن، یعنی سایز پورت رو بزرگ میکنن
ولی از اون میام منیفولد هیچ دستی نمیزنن، یعنی دریچه گاز یعنی چیز منیفولد رانرای منیفولد به سر رسیدن بابا شکل این یعنی تغییر کرده یه چیز دیگه شده این رو اون میشینه اصلا بعد این اینقدر گنده است منیفولد یا دریچه گاز ریستریکت خو هستیم و از اینکه اون خراب اصلا بعضی موقع اشتباه میشه یه پله میفته جلوش مثلا هوا میاد میخوره تو دیوار هوا میاد میخوره تو دیوار مثلا این اسب میاد تو دیوار این از این این توی ماشین فابریک هم هست یه سری ماشین بی کیفیت داخلی هم ایکس 7 که دوست دارید معمولا یه دفعه یا Z24 هم فکر کنم Z24 که وسط رانر هم مثلا درخت در اومده گاو وایساده گوسفند وایساده و یکی دل چرا میکنه اینکی داره دست میکشه قشنگ زحمت میشه دست میکنه بعد این پورت میچینگ فقط برای اینتیک نیست دیگه برای اگزوز هم هست چون برای دریچه گاز به منیفولد هم هست حتی اینو باید رعایت کنید پورت میچینگ رو یعنی یه تیونر خوب یا یه ماشینی که خوب میخواین جمع کنین اون پورت پولیشی که میخواین انجام بدین حواستون باشه اگه پورت مش نشه به هیچ دردی نمیخوره انگار الکی سر تا باید مش نکردی این از این داستان. حالا چرا ما انقدر روی حساسیم؟ ببین فرض کنید که بعد این پورت ها یکسان خراب نمیشن، یکی از پورت ها ممکن باز باشه، دو تا پورت بسته باشه تو پورت مشین، یعنی قبل از اینکه پورت مش انجام بدین. این یعنی چی؟ یعنی وقتی که شما اگه میخواین ECU استاندارد اگه داشته باشین، اگر شما 4 تا واید بند داشته باشید رو هر سیلندر برای ماشین 4 سیلندر، شما تازه میتونید خروجی هر سیلندر رو واقعا ببینید. حالا فرض کن که ما فقط یه دونه واید بند اون پایین داریم، خروجی 4 تا داریم میبینیم، یکی از سیلندرها داره قطعا ریشتر میسوزونه، یکی از سیلندرها قطعا داره لینتر میسوزونه. اینو وقتی میتونید درست تنظیم کنید 4 تا واید بند بذارید. پس ما میایم اول درصد خطامون رو کم میکنیم، میایم اول شروع میکنیم پورت مچ رو انجام میدیم، سایزای پورتامون رو یکی میکنیم، زوایا یکیه، سایز سوپاپا همه چی چیزی که بر اساس اون پورتش رو داریم بازی میکنیم درست انتخاب میکنیم، میلسوابی که انتخاب میکنیم همه چی یکیه. بعد تازه همه اینا که یکی میشه ما میرسیم به چی؟ پورتامون یکیه، میلسواب یکیه، سوپاپ یکیه، یا میدونم رانرامون یکی نیست، مثلا ورودی هوا یکی نیست، خب یعنی اشکال کار دیگه. بعد مثلا همون منیفولد ساید فید یه داستانی داره، منیفولد سنتر فید یه داستانی داره. ساید فید چیه؟ درجه گاز از بغل بس میشه منیفولد مثل همه ماشینا، سنتر فید از بالا میاد به 4 تا رانر یا مثلا 8 تا رانر هر چی که هست به از وسط تغذیه میکنه. دقیقا به خاطر همینه که یکی از دلایلی که ماشینایی که آی تی بی میبندن یکی داره که خیلی خوب راندمان میگرد دقیقا همینه، هر سیلن دقیقا همه چیش با هم دیگه یکسان داره، تلاتل دقیقا همون تلاتلی که میبینی داره چاردنه تلاتل چاردنه داستانش چاردنه انگار در واقع هر سر در واقع که دقیقا هر سیلن یه دریچه گاز داره، دقیقا این سیلن هر دریچه گاز داره. ماشنه مثلا ام سریز بی ام و ام پاور رو در واقع اونا همشون همینجوری بودن، یا مثلا موتور فور جی تویوتا همینجوری بوده، سی اس جی هم نمیدونم اینجوری بوده، تی اس فکر نمیکنم، آر بی تو تور بود، آر بی هم اینجوری بوده، یعنی همشون تراتل داشتن. یه کمپانی که دیمپل خیلی خوب میزنه ویکامره، ویکامر کمپانی پرتغالیه که ما باش مکاتبه کرده بودیم واسه پروژه لنسر 1000 اس پی و خیلی هم مکاتباتش هم زمان هست، خیلی هم باش صحبت کردیم و اینا دیگه، حالا هزینه اجازه نداد که این کارو بکنه مالی، ولی این کار داشتیم میکردیم و اون موقع سال 98 یا 96 بود فکر میکنم داشتیم این کار میکردیم. و حالا گفتم اینو بدونید که خیلی لذت بخش، بیانید ببینید تستاشو میدونید ماشینه رو موتور اتفاقا پژو انجام میده چون تو اروپا و موتوره یعنی همون تیو 5 هم هم خیلی قدیمی بودیم و کامل، یعنی الان چون اینستا یا بقول یه سری شما اینستا رو باز بکنین زیاد شده این کمپانی، ولی اون موقع خیلی کم، انقدر قدیمی بود که ما تو جمعای دوستانه که میشستیم صحبت میکردیم انتقاد میشدیم، میگفتن این چرت و پرته. آره بعد از چند سال خودشون توپ گلف وارد کردن، ملت با دست میزدن. آره یکی از چیزایی که وجود داره توپ گلف آیا میشه با دست زد؟ نمیشه با دست زد، یعنی میشه زد قطعا، شاید با راندمانی هم میگیره ولی اصولی هست نه. دقیقا شما داریم این کار میکنه که یکسان باشه همه این دیمپلا چاله ها که به صورت یکسان وارد موتورش یه نیست، فاصله دو تاش باقی فرق داره، اون دو تاش فرق داره، دو تا جامعه تلاتوم ایجاد میکنه، شما میگه دوباره همون همه اون زحمتی که کشیده میاد میزی دور داری انجام میدی دیگه، سی ان سی انجام میدی درست. دو تا الان نکته میگم محاسبش کار کامپیوتره. آره آره دقیقاً دو تا نکته، یکی اینکه شما این حفره باشه مهم نیست، این زخامت حفره
در واقع ارتفاع این در واقع نیم کره اصطلاحاً مهمه، هر موتوری متفاوته و قطر این کره مهمه. اینجوری نیست نگاه کنی سر سیلندر و یه چیزی بزنی اون تو، یا مثلا عکسای اون وزن نگاه کنی مشابه اون وزن. باید مدل سازی شه، باید فلوئنت بشه، باید جی تی پاور بشه، مدل سازی های عملی بشه، یعنی شما فلو بنچ ببندی و کلی داستان دیگه، یعنی یه پروسه کاملا فنی و محاسباتیه. یعنی اینجوری نیست که شما تشخیص بدی این قطب فلان، نه. یکی این نکته، یکی این هم این که دوستان ممکن یه سری بعضشون سوال باشه، خاص‌ترین و مشخص‌ترین دستگاهی که باهاش در واقع دیمپر رو پیاده میکنن CNC پنج محوره که کلگی این دستگاه یا کنه، یا یعنی این YAW یا کنه، یکی از درجه آزادی هست. این دستگاه قابلیت اینو داره که به شکل ویژه براتون دیمپر بزن و این قضیه هم خیلی تو ویو هم فور پیستون دیگه خواستیم که آره. فور پیستون میزنه. این با دست قطعا میسیدی اوستاکاره خوب هستن، قطعا طرفی که مثلا کار دقیق انجام میده بتونی تا حد زیادی شبیه در بیاره، قطعا رو فلو بنچمندی ممکنه نتایج خیلی خوب بگیره، ولی اگر در دسترستون هست همچین آدمی بدین انجام بده براتون، ولی اگر نیست هم پاپولیشن معمولی انجام بدید منطقی تر، چون هزینه شما خیلی زیاد میشه، چون حوصله خیلی زیادی میخواد اگر با دست میخواد انجام بده و باید اندازه گیری خیلی دقیقی انجام بده. این از این داستان. یه چیزی در مورد پاپولیشن هم که وجود داره، گیت سوپاپ رو چیکار باید بکنه؟ گیت سوپاپ رو خب تو استیج های درگ ما هم همین کار رو میکنیم. این کار البته تابع اینه چه آلیاژی باشه، یه موقعی شما درست نیست این کار رو بکنید چون آلیاژ پای سرسیلند ضعیفه، یه موقعی درسته. تو استیج های استحکامی هم که اصولا درست نیست، یعنی یه موتوری شما بخواید 250,000 کیلومتر 300 تا کار کنه اصلا همچی کاری نباید بکنید. گیت رو شما میتراشی کامل که در واقع سطح حجم جریان ورودی به سیلندرتو زیاد بکنی، اما اینکه کلا شما بری صافش بکنی این تابع خیلی از مسائله. یه موقعی شما باید یه زائده اصطلاحا نافی از گیت بذاری، آره باشه، عضله ماسل دورش باشه، ماسلی که تو ریختگری براش در واقع تدبیر شده اون ماسله باشه. یه موقعی هم هست نه دیگه، شما فقط میخوای بری تو سه تا مسابقه بری بزنی بتره کنی، اصلا ممکنه صافش بکنی بده بزنی. دو تا نکته میخوام بهتون بگم. نکته اول این که کمپانی ها خیلی اوقات مثلا موتور EF7 وقتی توی FEV و حالا بعد به شکل کارآموزی در ایفکو ایران خود دیولپ شد، خیلی از اوقات کمپانی ها براشون دو تا فاکتور ضریب ما اینجا داریم. یکی ضریب جریانه، یعنی فلوه، که اینو یکم اسپکتر من الان براتون میگم. کمپانی ها خیلی از اوقات فلوه مهم نیست، یعنی آپگرید سرسیلند EF7 به نسبت TU5 یا TU5 پلاس یا همون EC5 که امروز صحبتش کردیم، بحث فلو هست، یعنی آپگرید کردن، اما از یه حدی به بعد نگه داشتن، زدن تو سرش. چرا؟ برای اینکه به جریان ما توربولانس بدن برای ورود به این سیلند. این توربولانس راندمان و افیشنسی ترمودینامیکی ما رو زیاد میکنه. این راندمان ترمودینامیکی علاوه بر کاهش مصرف سوخت و آلاین دیگه و داستانه دیگه موجب افزایش توان و گشتاور میشه، اما در یک وزنه دیگری از موتور. خیلی از اوقات ما این سوال رو میکنیم، این صحبت رو میکنیم، دوستان میگن خب مصرف کم شده توی این موتور. خب وقتی مصرف کم شده معنی عامیانش چیه؟ یعنی 1 گرم سوخت این 10 اسب میده جای اینکه 5 گرم سوخت بخواد 10 اسب بده. پس موتور اولا قوی شده. اما ما که در صنعت تیون کار میکنیم وزنه فلومون دبیمون قوی تر از توربولانس است، ولی یه جاهایی هم صلاح میدونیم که توربولانس بدیم. این دو تا استیج است. بند آخری که بخوام بگم قبل از این شیفت کنیم بریم تو موضوع بعدی، این که بارها و بارها دوستان این سوالا رو از ما میکنن، ما این برنامه ها رو هم داریم براتون میسازیم که جواب این سوالا رو بهتون بدیم. این برنامه ها رو ما داریم میسازیم که تمام علاقمندان، چه حالا مشتری ها، چه دوستان تیونر، چه کسایی که علاقمندن، اگر حالا نکته ای رو نمیدونن یا در جریانش نیستن آشنا بشن، صحبت کنیم با هم و همگی دور هم لذت ببریم. اما اینکه از فردای این برنامه سوال پیش بیاد که من بردم پیش فلانی زاویه سوپاپمو چند بزنم تو دایرکت پیجش نگاه می
چند میل ما گشت کنیم، چند میل تنگ کنیم، نمیدونم تو آوانار بندازیم یا نندازیم، سنجت خوبه یا سنجت خوب نیست. این سوالا رو دوستان فقط و فقط باید از تیونرتون بپرسین. یک، به این دلیل که شما به اون تیونری که ماشینو بردین پیشش احترام میذارین، تمام همکاران ما، شما وقتی میری پیش یه نفر دیگه باید حرف اونو گوش کنی نه کسی دیگر رو. دو، اینکه اون تیونر میدونه چه بلایی میخواد سر موتورت بیاره، چه استیجی میخواد پیاده کنه. پس دوستان انتظار این رو نداشته باشین که ماشین رو وقتی میبرین هر جایی میارین شینیگامی هم قرار نیست از جای دیگه سوال بشه، میبرین هر جایی مسیج بدین شینیگامی آقا اینو 2 میل بزرگ کنیم یا 4 میل بزرگ کنیم. اینا رو از تیونرتون باید بپرسین. ما این برنامه رو میسازیم که شما آشنا بشین با این مسائل، اما دیگه بحث محاسباتیش چقدر کنین چقدر نکنین، حالا در آینده یه سری کلاس‌های آموزشی قطعاً خواهیم داشت براتون. و اینکه اگر به عنوان مشتری ماشینتون رو میبرین جایی، بهترین نفری که میتونه بهتون جواب بده و اگر اطمینان دارین به تیونر، بردین پیش اون تیونر، پس دیگه اطمینان دارین دیگه، از همون تیونر باید این سوالاتون رو بپرسین. و احسن. خب بخش بعدی ریاکشن ویدیوس، ریاکشن ویدیو که شما برام فرستادین، دمتون هم گرم، بازم برامون بفرستین. حالا بریم ببینیم چی برام اومده کرد. به 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 به. خب ویدیو اول. RX7 headlights Miata. Part 9. Mark RX7 cover. Whip clean. Test fitment before next step. چراغ سفر کنم بزنیم. Aluminum expands and shrinks when welding. Tap until it's flush with hood shape. The rest gets covered with glass fiber. Grind backside until it's bare metal. Glass fiber. Can't forget hardener. دیدین یکی تلیم با نوتلا آورده؟ مکس و این سرفیس و اپلای ایونلی لیت استی تون. چاد ادامه داده بایدش. این چی بود الان؟ چراغای RX7 FT رو گوشید شرا خوب داشت این کارو میکرد؟ ادامه نداشت استی تون. نه نه خودش بهش بیشتر میگه نکنه این کارا. ماشین درگه؟ نه قایقه؟ قایق رو همهش ماشین کیسوپه؟ میدونم این کیه؟ من نمیدونم کی این میدونم کی این رفیق برنته. آره نشونش میده الان میشستمش. من حدثم از دور این بود که توجه یه ولی کی منیفول اسکاب دارم برای بچه های چیزه دیگه پی افای اونور قایق باز زیاد دادیم کلا. این اسکانکتو هم استودیوشو گوشته بود اگه اجتماع کنم همون ماشین همون قایق رو دیدم قایقه فکر کنم اول ماشینه شبیه بود باید که آدم های که مونه چیزه اصلی بود بعد به 1000 اسبه 800 اسبه همچه عددیه کافیه نه این باهانه ویسکی دیشم دارم با حالا خوش آمد چه ترتمیز هم کار کرده تو قایق کلن خیلی موده مثلا شما سرش کنید تو جهی میندازم چه بدبختی ما اینا رو قایقشون دارن که یه فول لوازم میندازن ویدیو بعدی. This is not your average Civic. A Civic of this generation typically is front-wheel drive and non-turbo. This Civic, on the other hand, was converted to rear-wheel drive. The K20 from a Type R has been rotated 90 degrees. Paired with one of the cleanest V-mount intercooler setups I've seen. It's running an S2000 6-speed transmission. دیگه انقدر قطعات دارن دیگه منطقیه دیگه. تولی ببندن، عرضی ببندن، هزار تا کار میکنن. In the back. Here's a little bit of insight from the owner Mickey on how the swap was done. He basically chopped out the whole Civic center section of the rear subframe. It's called a subframe, but it's not necessarily a subframe because it's welded to the chassis. We chopped that out, reinforced it with real board dishes. The diff is hard mounted. The S1, this is
the rear portion of their all-wheel drive kit, which is pretty cool. کیت آلبین رو عقبش رو برداشته. چه باحاله، ایوه پشمان. نو ترتمیز بود کارش. خیلی تمیز بود. من ترجیح نمیدم راستش. من شاسی منم حال نمیکنم. استوزار دفعه آره در این حد هم دیگه لازم نیست دفعه بش کنی. گیربکس اصلا این وی نباید باشه. وای یه لحظه فیلیکس هم بگم رفت دیوار مشکی هم از ماشینه چه جورتی دارن این کارو چه حالی زیباز چقدر این باشه در رفت یا عقص درد شاید هم عقص درد در این حد پایان باز داشت آره از خلف فرادی داشته دیش میکرد توش دوباره توگیه این ماشینی که داره اینه که ایتای که صدا آره صدا آره داره آره سوپره رفت اوی چه حالی میگرد دیدی تو شب پر ماشین باید این منطقی تره تا اون قبلیه اون اصلا خود مرگ بود امتیازی نداشت آها به جزایر توریستی رفت نتیجهش اینه که تو خیابون این کارو نکنید ولی نمیشه دیگه این نه فقط بدم میاد لحظه تصادفش رو ببینیم اینجا در رفت دیدی فانترسی دوم ماهی به این حرکت میدن یه بار دیگه ببینیم و اصلا دیدی به این میاد دفعه Snap or steering. Snap. Voy, voy. You have some real. حتی همیشه این اتفاق نمیافته ولی نکنه این اتفاق از چیری میافته این اتفاق ها چون چاشنی اون جلوه ولی خب میگن که نکنین دیگه یا یه اتصالی چیزی بوده آره. شاید هم چیزا شاید هم ساختگی ولی پیش میاد مثلا خیلی قدیم من جلو چشم تکنسیان قاب رو فرمون زانتیاد باز کرد باز شد تو صورتش تازه برق ماشین هم آره کبود میشه یدنه عکس هم قطعا دیدین دیگه کل صورت خانومه با کل میکاپ و بتونه ها افتاده و دو ایربگ اونم قطعا همه تون دیدین بریم بعدی بریم بعدی بریم بعدی وای 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 قطار کلن چیه ندیدین رو اصلا یه بار دیگه میدین اصلا نفهم چیشو وای وای نیشه میفته و میپاره نه اون فکرم اون بر موندین این بر تن خاموش کرده بود چه دوره چه جایی چه جایی ماشین ها چی بودن ترکیدن با ارزش که نبودن اسکلیت بود فکر کنم کانیلا که خیلی بده دیدی که این علی؟ میشد کرش فاتح همه سلام این باید جدارش فهم منبع سال سال بیست خدا بیامرسه
چقدر ترسناک. Let me show you right now before you give it up. بازم دفاع، بازم دفاع. اش میرفت برای صورت علیوری و آینه ها هم بسته بود. از تا بسته بود. دقیقا من فکر میکنم کلا ترکه از دست داد جلو داره. حالا بلند شد باشیم. آینه ها هم بسته بود. داشت میرفت برای رکورد یه چیزی. رکورد زد دیگه زنده مون اون صورت. جیب کلن در سخت نواردی واقعا بی نجیب دقیق که چی شد؟ آره دیده بودم دست گرفتش این قدیم در جای دیگه احسن نمیتونست دست که نگرفته قطعا نه یه همشین ایتا فوی زد ایتا فوی زد بعدی چه فیلم های با حال اینجا سری های سریقا تبلیغ بود این هم دفعه به بله خب یه ماشین دفعه بخرید حال نمیده این حرکته حال میده سیده که ایزی بخرید چیزی زشت هم داره کلا ماشین بالش همین بکرده بود کاری که کرد دیدی؟ یه ذره اسلاید شد اون بر رفت توی پارکینگ آخه دستتون درد نکنه دفعه هم سیده که علاقه بله کی که بوده چقدره؟ سلام ماشین کاربراتور توربو کنین چقدر میشه؟ سلام ماشینتون چیه؟ پیکان انژکتور 780 میکنه و زیربندی فابریک اینجوری میشه آده دیگه میشسته بود زمین ماشین رفت جلو نرمه یه بار دیگه ببینید که بعد میچسب زمین تعلیقش فکرم فابریک افتضاح یه زانتی ها بیشتری دیگه میچسب احسن جالب How much boost? Yes Yes نورویگرینگه اینجا آه این عوض اونجا بگیر آه یا اول فوز او زیاله بیاد الان خود این یارم بیاد این بین بس کافوت معلوم نیست فیلیپ اینجی نوشته رو ریسینگ رو ریسینگ صدای داگ باکس میده بله خوشه از این مسابقات اندورنس دیگه تمامن که تا شب دارن نوبرینگ آره نوربالا دادنش اینه پرسیا سفیده همته گفت بود سیوی که بود وانه ایوان با حال بود وای وای خوشه خیلی باحاله من دیدم چیزی به اسم دیف وجود نداره کلن نمیره ما تو ایران هم همچین صحنه داشتیم و آی کلهور پشت ماشین با همچین صحنه مسابقه رو تموم میکنه اول یا دوم هم میشه ماشین یادم نیست ولی فکر کنم سراتو بوده سازتو سایپایی بوده چرخش میپده بیرون یعنی میخوره چرخ میپده بیرون با همون وضعیت ادامه مسابقه میده انگار کلاژش هم میره کامیونی دنده میده به ماشین اول یا دوم هم میشه تو رالی ایوالا. کلهور بزرگ در واقع آی کلهور بزرگ ایوالا لوکا بوینو پینیو بوینو پینیو دقیقا ما این نسل لامبول گیری نه اصلا سیوی که نسل سه یه ماشین 300 دلاری یه ماشین 500 دلاری او این همونه که چیز میکنه ماشینو کلاسیک میکنه ماشینو نه فیسلیف برعکس آره فکر کنم همونه ایران نیست که دیدم نه نه ایران نیست آره فیسلیف برعکس ایران نه نه ایران نیست قیافه شبیه آدم قیافش که چه ایران نیست من بخواهم
کار جالبی. کارش خفن بود. سر رو نمیده. نه 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 ولی باحاله، یعنی زحمت زیاده. خودت میشینی پشت فرمون. آره. شاید مردم عادی ببین آه بشما. آره. مثلا چیزی که خودت میبینی حس دیگه ای داره. حس دیگه ای داره. خودت تو ماشین نشستی فرق داره. رالی داکار داریم. نه. او اینه دیده بودم. آره. این همونی که تو ماشین بعد تو روز تعریف کرده. دیدم یه اتاق صده اون تو مسابقه نیست و احسن تنید. اون چیه؟ موتور موتور داره قطعا دیگه. قطعا داره ولی خب اونم خودش احتمالا مثلا ناصر لکه یو پیاده میشه هم باشه. عشان مشخصی که قرار بزنه سریکی دویده. خیلی حال میده یه همچین ماشینی داشته باشه بدم. یعنی شو میده انجین. اوه. چرا؟ الاس احتمالا کرده بود آرپی اصلا کار گوکاری اسموکی نوبت هم بکنم داشت یه همچه چیزی دیگه تو ایران هم خیلی. چرا؟ این کاری کرده نیستم لوازمه شده داشته تو گاراژ احتمالا. نه مرض داشتم. تموم شد؟ آره آره دست شما درده. ایوه مرسی. خب دمتون گرم که تا اینجا با ما بودین. امیدوارم که حال کرده باشین. اگر سوالی دارید برامون کامنت کنید و اینکه کانال یوتیوب ما رو هم یادتون نره که سابسکرایب کنید. قصدمون اینه دوباره بکنیمش دو هفته یه بار این قضیه رو موتوکست رو. اگر نشد همون ماهی یه بار میشه ولی احتمالاً دو هفته یه بار دوست داریم که بیاد. اینم از این داستان. یه چیزی هم فقط یادم رفت بگم که جی تی 7 اومده، گران توریزمو 7 اومده. یعنی تو خبرها می‌خواستم بگیم یادمون رفت. و خبرهای جالبی بود داریم براتون. و میاد میاد می‌بینه تو کانال یوتیوب. احسنت. لاپاس خوردم. اصلا ما نخریدیم اصلا جی تی 7. اصلا نمی‌دونم چی. پلی‌استیشن هم اصلا. اصلا. خیلی. اینم از این داستان. دمتون گرم. لایک و سابسکرایب یادتون نره. مرسی که اینقدر به ما انرژی میدین و اینکه بچه شما صحبتی دارین؟ نه دیگه دمتون گرم. خداحافظ. لایک هم بکنید. مواظب خودتون باشین. احسنت. خداحافظ شما.